بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه است و چهارم فروردین 1395 برابر با 23 مارچ 2016 میلادی. قرار هست که با آقای اوسانلو باشیم. من فکر کردم دو، بعد ایشون از من سوال کرد کی، گفتم میتونیم دو، میتونیم سه، چون از دو تا چهار برنامه داریم، احتمالاً ایشون مشغول هستن و قرار شد که امروز سال جدید مصاحبه رو به صورت جدید برگزار کنیم و به این صورت نباشه که ایشون بیاد و به قول معروف فقط اون چیزایی رو که خودشون میخوان به من و شما انتقال بدن، بلکه ما هم بتونیم سوال کنیم و پاسخی بگیریم در رابطه با پرسش هایی که تا حالا شده. مثلا این صندوق رأی آزاد چی شد؟ حتی فیلمی که روی وبسایتشون هست و میگه اینجوری رأی بدید، اون فیلم هم گویا نیست و بالاخره خلاصه حالا وقتی خودشون آمدن در حضور خودشون این وبسایت ها رو با هم چک میکنیم و نگاه میکنیم و شما هم میتونید نظراتتون رو یا با خودشون مستقیما از طریق وبسایتی که میبینید، از طریق فیسبوک یا با تلویزیون مردم، از طریق ایمیل و پیام تلفنی به اصطلاح ارسال کنید و در این موارد صحبت کنید. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن اجلالی هستیم و 6:30 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی از تگزاس. و اما باز دیروز خبری که دنیا رو تکون داد، ماجرای انفجار در بروکسل بود که به روایتی پایتخت اروپا الان حساب میشه. از موقعی که اروپا اون حالت مثل ایالات متحده آمریکا شده و یونیون و یونایتد و اینها، اونجا مرکزش هست. خیلی سازمان‌های بزرگ دولتی، ادارات دولتی و اینها اونجا هستن و ولی میگن بی سر و سامان ترین اوضاع رو داره. اولا گویا اونجا به سه زبان مختلف صحبت میکنن. یه بار شنیدم 6 تا اداره پلیس مختلف داره، یه بار شنیدم 18 تا. اگه کسی از بلژیک و بروکسل هست میتونه صحبت کنه. فکر کنم رضا اونجا بود یا پیام قبلا، امیدواریم که اینها حالشون خوب باشه. رضا دیروز برای من نوشت، همون موقعی که من اینجا تازه صبح شده بود نوشت که خبر داری؟ نوشتم بله، الان دارم تلویزیون رو نگاه میکنم، خبرهاش روی تلویزیون هست. و آخرین خبری که بود اون سه تا جوونی که دو تاشون خیلی هم اینا هم میگن چرا دستکش، فقط دستکش دست چپ پوشیده، چرا میان اونها رو و میگن که اون یه نفری که کت یا کاپشن سفید پوشیده و کلاه سرش هست، اینها معمولا به اصطلاح از مقام بالاتری تو سازمان این آیسیس یا آیسل یا حکومت اسلامی داعش دارن و اینها میان اون قربانی رو که همون بیچارهای بدبخت عقب افتاده هستن که به خاطری که توی این دنیا چیزی ندارن، اینها گولشون میزنن و میگن توی اون دنیا چیزی نصیبتون میشه، حالا چه از لحاظ دختر و زن و پول و ثروت و مقامای بالا، و یه پولی هم بهشون میدن که اینها فعلا خوش باشن و اینها رو اینجوری ریکروت میکنن. ریکروت تو ایرانی من نمیدونم چه چیزی رو باید براش استفاده کنیم. در اصل اگر آقای اوسانلو میخواد زودتر صحبت کنه، زودتر از ساعت 3، من اسکایپ رو روشن گذاشتم. دوستانی که میان روی اسکایپ دیدید که ما یه عکسی گذاشتیم، روی اون عکس هم نوشتیم که بدون هماهنگی تماس ممنوع. این روی دوستمون به نام مجید درست کرده، ممنونم از اون. سال نو رو بهش تبریک میگم و امیدوارم امسال در تلویزیون مردم برنامه هایشون رو هم ببینیم. و اما شما نظرتون درباره این انفجارات چیه؟ دیروز میگم از صبح زود اینجا اینها شروع کردن تا آخر شب، شما از هر کسی که بگید، از هر متخصصی که بگید اینها آوردن، ولی اون نتیجه‌ای که
من گرفتم این بود که همون جوری که جان مکین که خودش هم شکنجه شده گفته شکنجه کردن شما باعث میشید که فقط چیزی رو که شما میخواین اونها بهتون بگن تا دست از سرشون وردارید، ولی اگر اینها رو با زبان خوب و مهربانی و راه‌های دیگه‌ای که وجود داره به اصطلاح با اونها رفتار کنید، اونها چیزایی رو که شما نمیدونید و کمک میکنه بهتون میگه. سالها پیش توی برنامه دیدم که نمیدونم میگفت این خلبانهای آلمانی یا در هر صورت یک کشوری اون اسرای کشور دیگر رو که گرفته بوده باهاشون در کمال مهر و محبت و احترام رفتار میکرده و خیلی از اینها دوست شدن، اون کاری که کرده بودن به اصطلاح ابراز پشیمانی کرده بودن و حتی خیلی هاشون مثل اینکه خودکشی کرده بودن، اینقدر روشون اثر گذاشته بود. بذارید من ببینم تاریخ رو اینجا درست گذاشتم، بله 23 مارچ و اینجا هم چهارشنبه 4 فروردین. خب شما نظرتون درباره با این انفجارات چیه؟ چجوری امکان داره در بروکسل در یک کشور 11 میلیونی این همه مسلمان باشه، ولی مسلمانایی که نتونستن، حالا یا سیستم اون کشور خرابه یا سیستم این امیگریشن و این مهاجرین خرابه، نتونستن خودشون رو با محیط اونجا با نوع زندگی اونجا تطبیق بدن و یک قسمتی رو برای خودشون درست کردن. حتی اگه برید فیلم ها رو نگاه کنید، البته اینا میگفتن یه جایی هست که پلیس هم جرئت نمیکنه بره، ولی یه نفر که مال خود اونجا بود گفت نه اصلا همچین چیزی نداریم، ولی مردم عادی سعی میکنن اونجا نرن و اگر خبرنگاری کسی میخواد بره به پلیس زنگ میزنه که پلیس همراهیش کنه یا همراهش بره. ناگفته نماند در همین آمریکا شما شب یه جایی هست 2 بلاک، یعنی واقعا پیاده 5 دقیقه با خونه آقای اوباما یا کاخ سفید یا منزل رئیس جمهور فاصله داره، 5 دقیقه 10 دقیقه پیاده را رفتن. تاکسی شب نمیره، آدمای معمولی اونجا نمیرن اگه بلد باشن، بیچاره مسافری چیزی یه دفعه ماشینش اشتباهی نویگیشن اینا رو همینجوری دنبال کنه میره اونجا و دیگه خدا به دادشون برسه. و شبانه روز هم اینا در خیابونن، یعنی نشون میده که نه بچه هاشون مدرسه میرن نه آدم بزرگا کار میکنن. ما برنامه داشتیم با آقای بابک هروی، خیلی سر و صدا برپا کرد و دوستان زیادی نظر دادن و نوشتن و آقای بابک هروی گفت بابا من نگفتم چرا دولت به اونهایی که احتیاج داره پول میدن، من گفتم اونهایی که سوء استفاده میکنن چرا دولت جلوشو نمیگیره. بعد دوستان نوشتن که آقا اصلا این مبلغها یا این مبالغ قابل بحث نیست، شما برید ببینید چه مبالغ هنگفتی رو به اصطلاح خرج میکنن و این برنور هدر میدن و هیچ کس نمیتونه اونا رو کنترل کنه. ضمناً آقای بابک هروی در رابطه با پولی که اوباما داده بود به بانک ها و اینها گفت، یه دوستی نوشته بود که نه پول رو در زمان جورج بوش به بانک ها دادن ولی اوباما پول داد که این کارخونه های ماشین سازی آمریکا از بین نره و اونا هم پول رو پس دادن ولی بانک ها پول پس ندادن. در اصل نمیدونم، همیشه گفتم و میگم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم و من همه چیز رو نمیدونم. در رابطه با من همه چیز رو نمیدونم، اجازه بدید من آقای کیوان افشاری رو ازشون تشکر کنم که ویدیوهای قشنگی درست میکنن و من براتون اینجا اگه بتونم وبسایتشون رو هم نشون بدم. کیوان، ببینید کیوان افشاری.com، خیلی ساده یه وبسایتی داره به نام کیوانافشاری.com. حالا ما وقتی حتی وبسایتشو میزنیم کیوانافشاری.com باز گوگل و یاهو اینها ما رو میبره تو این کوچه پس کوچه ها. عجب واقعا چیز شده. دیشب یه چیزی نشون میداد که این گوگل وقتی ازش یه چی میپرسی چقدر چیزای عوضی جواب میده. البته این آقای تاش دات او اون داشت چیز میکرد، گاهی وقتا اینهایی که کمدین هستن و
یه چیزی رو میگن آدم نمیدونه که این واقعا داره حقیقت رو میگه یا داره جوک میگه. بذارید من وبسایت آقای کیوان افشاری رو بهتون نشون بدم و قرار شده که ایشون ویدیوهاشون رو که میسازن و خیلی هم قشنگ کار میکنه، ویدیوهاش خیلی قشنگ وقت میذاره میسازه و اینها رو بفرستن برای تلویزیون مردم، ما هم نشون بدیم. و ببینید دوستان، وقتی من میگم مثلا شما وبسایت های ایرانی رو میرین بخونین در باره من یا زندگی نامه من یه چیزای مزخرفی نوشتن که اصلا کاری به طرف نداره، این آقای کیوان افشاری اینجا این ریل یعنی فیلم و ویدیو اینها و این BIO بیوگرافی یعنی زندگی نامه خیلی قشنگ نوشته که چی هست، چه کار کرده تا حالا، عکسشو گذاشته. مثل وبسایت های دیگه دزدکی یا مخفی نیست. شما برید ببینید وبسایت هایی که میرید شما خبر رو نمیدونم اطلاعات و اینا رو توش نگاه میکنید، ببینید صاحبش کیه، این چرا برای شما شب و روز داره این کار انجام میده که شما همه کامپیوترتون رو وقتی ساین این میکنید ربط میده به اون و اگه نگاه کنید هر از چند ثانیه‌ای یه تکونی تو کامپیوتر شما میخوره، اون موقع است که دارن کوکی میذارن رو کامپیوترتون و دارن اطلاعات از کامپیوتر شما میگیرن. در صورت مواظب باشید وقتی یه نفر میاد مثل آقای کیوان افشاری عکسشو میذاره، اسمشو میذاره، ویدیوشو میذاره، بعد مینویسه اینجا International Relation، روابط بین المللی، Middle East، خاورمیانه، بعد نوشته همچنین کمدی. حالا این بخوام ازش بپرسم که خودش کارهای کمدی انجام میده یا به قول معروف دوست داره برنامه کمدی و اینها رو هم ببینه. در هر صورت اینجا هم کارهای مختلفی که انجام داده چیزهای مختلف هست، برید ببینید. بعد نمیشه کیوان افشاری دیرکتور کامیونیکیشن امریکن ایرانیان کانسل هست، همون AIC. بعد توی CBS 5 سال قبلا کار کرده. کیوان نوشته که also managed the 2013 campaign to elect، موقعی که آقای هوشنگ امیر احمدی میخواست برای رئیس جمهور شدن در ایران به اصطلاح اسم نویسی کرده بود و فعالیت کنه و اینها، ایشون منیجر بوده اونجا، یعنی مدیریت اون کمپین رو انجام میداده. بعد مستر دیگری داره، فوق لیسانس داره در رابطه با اینترنشنال ریلیشن، همونجوری گفتیم توی از یونیورسیتیه. یعنی ببینید شما این رو که من نشون میدم شما میشه بگید الان باهاش آشنا هستی، قیافش اگه تو خیابون ببینی میشناسی. اونهایی که شما حتی برو بزن، یکی از مشکلات ما با این آقا کاوه، آقا کوین این بود که ما بهش گفتیم آقا این مردم ریپورت رو ما نمیخوان، اصلا ما وقت نداریم، شما اگه میخوای خب ما برات میفرستیم. میگم نه، شما من نمیخوام اسم و آدرسم و شکلش قیافم و کسی بدونه. من نمیدونم بعضیا چقدر باید زشت سیرت زشت صورت باشن که بترسن از مردم، مگر اینکه یک کاسه زیر نیم کاسه است. بعضیا میگن یه نیم کاسه زیر کاسه است، نیم کاسه زیر کاسه که خب معمولی پیدام نیست، ولی اگه کسی بتونه کاسه زیر نیم کاسه بکنه اون موقع است که آدم باید بگه چرا. چرا شما که یه سایت خبری داری چرا مخفی هستی؟ و برید نگاه کنید روی وبسایت ها که میرید، بعضی هاشون یواشکی یه گوشه مینیسته این وبسایت مایل هست کوکی روی کامپیوتر شما بذاره تا ببینی کفش از کجا میخری، نمیدونم خوراک از کجا میخری، بنزین چی میگیری، نامه برای دوست دخترت چی مینیسی، برای پسر دخترت همسرت چی مینیسی و الی آخر. مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. در همینجوری که بهتون گفتم با کیوان افشاری قرار گذاشتیم ویدیوهاشو ارسال کنه، ما هم پخش کنیم. امیدوارم بتونیم باهاش یه مصاحبه هم داشته باشیم تا بیشتر با شما آشنا بشه. اگر پرسشی ازش دارید مستقیما با خودش باز نگاه کنید. اونایی که کارشون درسته، اسم دارن، آدرس دارن و اینها، این قسمت کانتکت یا تماس هم قشنگ شما میری اینجا
اسم و ایمیلت رو میفرسی، موضوع رو میگی، پیامت رو میگی، اون هم بهت پاسخ میدهد. این هم از این ماجرا. و به قول آمریکایی‌ها ویلکام ابورد، یعنی ما به ایشون خوش آمد میگیم و امیدوارم شما هم تماس بگیرید و باهاشون به اصطلاح گفت و شنود داشته باشید. و اما آقای اوسانلو، میدونید که ایشون کسی است که در سندیکای کارگران اتوبوس واحد در ایران در تهران بوده، فکر میکنم حتی رئیس اونجا بوده، بعد با اون مشکلاتی که پیدا شد و اینها الان توی آمریکا توی نیویورک هستن. و توی همون وبسایت رأی آزاد اون ویدیویی که میگه چجوری رأی بدیم، که به نظر من اون ویدیو رو هم درست نکردن، به جای اینکه بگه چجوری رأی بدیم میاد میگه چه کار کردیم به کجا رسیدیم. حالا اب نداره، 4-5 دقیقه وقتتون رو میگیره، بعد تازه میره چگونه رأی بدیم. ولی باز هم من اون ویدیو رو 2 بار نگاه کردم، حقیقتش نفهمیدم کجا به کجاست، نقل کجاست. و امیدوارم امروز ساعت 3، اینجوری که اینشون تماس نگرفت، احتمالا ساعت 3 با هم خواهیم بود. خب بله، همین الان که درباره کیوان صحبت کردم، اون هم لینکشو فرستاده. Here is the link to Richard Nephew Iran chat interview. و کاراش خیلی قشنگه. من یک ویدیوی رو از ایشون دیدم در رابطه با ویزا ویور بود، همون چیزی که میدونید این تندروها، باز برگردیم به این ماجرای انفجار بروکسل، اینا همش به نفع تندروها میشه و تندروها در طی قرون نشون دادن که کارا رو همیشه خرابتر میکنن. چرا؟ چون موقعی که عصبانی هستن، موقعی که احساساتی هستن تصمیم میگیرن، برعکس اونایی که میانه رو هستن، اونایی که اصلاح طلب هستن. متاسفانه این کلمه اصلاح طلب رو به خاطر موضوعات ایران بعضی از ماها الان یک نگاه منفی بهش داریم، ولی من همیشه گفتم اصلا بشر ذاتش اصلاح طلبه. اگه ما اصلاح طلب نبودیم هنوز در غار زندگی میکردیم. در هر صورت این برنامه‌ای که در بروکسل انجام شد، این به اصطلاح به نفع آقای ترامپ شد. یعنی اونی هم که به هزار یه دلیل دیگه مثلا میخواست بهش رأی نده، الان به اون دلیل که این میگه من اینجا رو میبندم و فلان میکنم که اصلا امکان نداره، دروغ میگه، میگه من دیوار میسازم 30 فوت 9 متر. بعد رئیس جمهور مکزیک میگه ما پول دیوار تو رو ما بدیم، چرا پول نمیدیم؟ میگه حالا چون اینجوری گفت میکننش 50 فوت. این احمق نمیفهمه اون کسی که میخواد تونل بزنه، چه این دیوار 10 فوت باشه چه 60 فوت باشه، زیرش تونل میزنه، از زیرش میاد این ور. و دیدیم تونل هایی که این مکزیکی ها میزنن برای حمل قاچاق مواد مخدر، یا برای حتی حمل آدمایی که به اصطلاح غیر قانونی میخوان بیان اینجا. Once you update it to مردم TV YouTube channel Facebook page or link for on kindly send me the mail. نه اوکی، خیلی هم خوب، بله بسیار عالی، خیلی هم کارش دقیقه. خوشم میاد که این جوان کارش اینجوری مرتب و دقیقه، چون جوانای دیگه ما چندین نفرشو داشتیم و آمدند و گفتند که بله ما از هفته آینده این کارو میکنیم، از فردا این کارو میکنیم، رفتن خبری ازشون نشد. هر وقتم بهشون میگی میگه آره دوست دخترم جدا شده، نمیدونم دعوام شده با دوست پسر دوست دخترم فلان بیسار، همش از این ماجراها. ولی کیوان از این 2-3 روزی که من باهاش از طریق ایمیل و اینها تماس گرفتم نشون داد که آدم مرتبی. یادتونه من چند روز پیش یک به اصطلاح پستی رو روی فیسبوک گذاشته بودیم و یک مطلبی رو خوندیم در تلویزیون مردم، 80 سال از نامگذاری ایران میگذره و گفتیم که چطور شده آقای نمیدونم نفیسی و رضا شاه و اینها تصمیم گرفتن و پرژیا رو کردن چیز. خب اینجا هم طبق معمول یه عده منطقی آمدن گفتن،
یه عده‌ای گفتن چون پرژیا 3000 ساله است ما می‌خوایم اون باشه، یه عده‌ای گفتن نه دیگه ایران، حالا دیگه همه عادت کردن ایران، ما دوباره عوضش کنیم. یه عده‌ام روی تعصب گفتن نه پرژیا مال پارسه، در صورتی که ایران همه اقوام و ملیت‌ها داخلش و اینها. یه عده‌ام که معمولاً شاه الله یا حسن همون فوش و ناسزا و توهین و اینها و اینها، من تعجب میکنم 57 سال این کارو کردن و دیدن که ملت با تیپا اینا رو انداختن بیرون، باز آدم نشدن و دارن همون کار رو انجام میدن. و خب دوستمون خانم نیر هم خیلی قشنگ نوشته بود که نه آقای رضا شاه ایران رو اسمش رو عوض نکرد، بلکه اسم ایران رو که فراموش شده بود و اینها آورده تا به اصطلاح دوباره رواج پیدا کنه یا رایجش کنه. و از طرفی ایشون یه جورایی میگفت که ربطی هم به این که بله ما ایرانی هستیم، آقای هیتلر ببین ما نژاد آریان هستیم، شما نژاد جرمن هستی، حالا که شما نژاد پرستی بیا با هم دوست بشیم، اینها نداره. ولی ایشون اشتباه میکنه و آقای شهافر نوشته بود که این کاری که آقای رضا شاه کرده بوده در اون زمان خوب بوده، به نفع ایران هم تموم میشه. حالا بعد بگذریم که همین کارش باعث میشه انگلستان و کشورهای دیگه دشمنش بشن و اونجوری به اصطلاح زیرابشو بزنن، ولی شما به من بگو، مخصوصا دوستی مثل خانم نعیه که خیلی منطقی می نویسه یا صحبت میکنه، شما به من بگو چه دلیلی داشته که آقای هیتلر بیاد سال نو رو توی اون جنگ و توی اون اوضاع و اینها به آقای رضا پهلوی، رضا شاه یا رضا خان. شما می دونید که رضا خان وقتی که شناسنامه و اینها میگیره مثل که مثلا حدود 44 سالش بوده که شناسنامه میگیره، چون حالا اسمش هم میخواست عوض کنه، حتی اسم کوچکش رضا خانه، مدرک دارم بهتون نشون میدم، اسم کوچکش رضا خانه، فامیلش گذاشته پهلوی، در صورتی که این حالا ممکنه رضا مثلا میر پنج بوده یا هرچی. در هر صورت ببینید این فیلم یک دقیقه کوتاه و برگردید، در این مورد هم اگر خواستید پیام بذارید، ایمیل بفرستید، با فیسبوک تماس بگیرید، حتی اگه مایل هستید در برنامه مهمان باشید 10 دقیقه 15 دقیقه، من این به اصطلاح دعوت رو از شما میکنم، خیلی هم خوشحالم. ولی یادتون باشه همیشه گفتم مهمان مثل نفسه، درسته که بهش احتیاج داریم، ولی اگه آمد گرفتیم داخل نگهش داشتیم خفمون میکنه، باید بره دوباره بیاد، بره دوباره بیاد. و ببینید این فیلم رو دو تا موضوع رو عنوان میکنه، یکی ماجرای نوروز و دیگری رو خودتون شاهد باشید، با ما تماس بگیرید، برنامه رو ادامه بدید. تبریک هیتلر برای عید نوروز به رضا شاه، ترجمه تلگراف رئیس کشور آلمان به دربار شاهنشاهی تهران، اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی. از آن اعلیحضرت خواهشمندم به مناسبت نوروز صمیمی‌ترین تبریکاتم را برای مزید ترقی و تعالی کشور ایران قبول فرمایید. آدولف هیتلر. 20 مارس 1938. به روایتی بعدها این رابطه دوستی در زمان جنگ با آلمان نازی و هیتلر باعث دخالت مستقیم روس و انگلیس شد و دلیل جدا شدن بحرین از ایران بود. ناگفته نماند که در زمان هیتلر آلمانی ها برای توسعه راه آهن ایران زحمات زیادی کشیدند و به این خاطر محله اطراف ایستگاه مرکزی راه آهن در جنوب تهران به اسم نازی‌آباد نامگذاری شد.
خب شما نظرتون چیه و بنویسید بگید اگه خواستید حتی در این مورد صحبت کنید، و همونجور که بهتون گفتم منتظر آقای منصور اوسانلو هستیم، چون ایشون تو یکی از همین نوارها میگه که من کارم سازماندهی هست. اتفاقا من میخوام به ایشون بگم که اگر کارتون سازماندهی هست این رو به نحو احسن میتونید انجام بدید، ولی الان به نظر میرسه که کار شما خیلی پراکنده شده و خودتونم نمیدونید میخواین چه کار کنید، و سازمان دادن خیلی کار آسونیه اگر درست انجام بشه. شما از یه نفر شروع میکنی، بعد میگی ما دو نفریم، به نفر سوم میگی که ببین ما دو نفر هستیم، اونم میگه خب اگه این عوض شده لاحظ یه چیز بوده میاد همینجور آخر. ولی شما از این که هی میگید تعداد خیلی زیادی به ما پیوستن و اینها و اینجوری و اینها، اینجوری کار نمیکنه. مثلا وبسایت شما میگه نمیدونم 25000 نفر ویزیت کردن، این 25000 نفر حالا چند بارش خودتون بودین، دوستانتون بوده، خود من چند بار چک کردم، این ببینید نوشته بازدید سایت 25874 نفر. اگر برید داخلش اینو باز کنید ممکنه مثلا این 5000 نفر باشه، ولی هر کدوم 5 بار که بیان میشه 25000 نفر. این کنتور یا کانتر، اون کنتوری که تو ایران میگفتین کانتره، یعنی چیزی که شمارش میکنه برای شما. کانت یعنی شمردن، کانتینگ یعنی شمر در حال شمردن، و این کانتر یعنی چیزی که شمارش میکنه. اینجا هم خیلی معمولیه، حتی شما یه برنامه‌ای که میخوای بذاری توی سالن نوشته که مثلا اینجا 300 نفر جا میگیره، بعد یه چیزایی هست میخری مثل یه ساعت کوچولو اینجوری بالاش یه فشار میدی، هر یه نفری که میاد تو یه فشار که به این میدی شماره میندازه، یک دو، مثل کیلومتر ماشین بود قدیما، حالا که همه چیز دیجیتال شده دیگه چیز نیست. در صورت وبسایت رو نگاه میکنیم و صحبت میکنیم و الی آخر. و ایشون میگه که ما بعد از اینکه آمدیم سازماندهی کردیم به این نتیجه رسیدیم که چون گروه های مخالف آخوندها زیاد هستند و پخش شدن به چشم نمیان، پس ما تصمیم گرفتیم که در یک جایی مشخص و یک ظرفی مشخص اینها رو جمع کنیم. خب حالا کردید، حالا چی شد بعد که جمعشون کردید؟ برنامه‌تون چیه؟ من بارها گفتم ای کاش در زمان خمینی این اینترنت و فیسبوک و اینها بود، تا اونا هم مثل این دوستان می نشستن در عراق و در فرانسه و اینها و ایمیل می فرستادن، وبسایت درست می کردن. مثلا اینفورمیشن هایی که آقای اوسانلو می ده خیلی هاش جنبه اغراق داره و غلطه. اصلا گوگل قدرت اجرایی و قدرت چیز نداره که شما این اسما رو بدی برات نگه داره، بوک کیپینگ کنه، نمیدونم اکانتینگ کنه. این چیزی که شما دارید میگید یه دستگاه چی میگن دوم و درازی لازم داره که بشینه. بله آها فکر کنم ایشون هست. با درود و سلام. به به آقای اوسانلو، الان داشتم راجع به شما صحبت میکردم، خوب شد که من یادم نبود شما با این یکی با من تماس میگیرید. خب بذارید من تصویر شما رو بدم به سیستممون و بسیار عالی. اوکی دوستان عزیز، با آقای منصور اوسانلو هستیم از این وبسایت شما، اسمش با وبسایت خبربین خیلی نزدیکه. مال شما چی اسمش؟ خبر خبرگر.co. بله بله. خبرگر.co. بله. اوکی. ممنونم از شما. الان تصویر هر دومون روی دستگاه هست. من سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سالی باشه بهتر از سالهای قبل، و همون جوری که در ایمیل براتون نوشتم سال جدید اجازه بدید ما مصاحبه رو به یک روش جدید، چون بعد دوستان خیلی گله کردن گفتن بابا این چیزایی که آقای اوسانلو میگه ما همه رو میدونیم، ما میخوایم شما ایشون رو به چالش بکشید. گفتم چشم. و آقای اوسانلو هم گویا کسیه که از چالش حراسی نداره. من ساکت میشم. من ساکت میشم. شما با دوستان بیننده و شنونده سال نو رو تبریک بگید، سلام علیک کنید، حاضر بشید. بعد ممنونم از شما که
که خیلی مرتب وبسایت ها رو برای من فرستادید که در حین گفت و شنود با شما بتونیم اون وبسایت ها رو هم نشون دوستان بدیم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. در درجه اول من از شما قدردانی میکنم که بزرگتری سعی رو میکنید که اشکالات به جا بگیرید و راه حل هم ارائه بدید. نوروز عزیز رو پیروز باد میگم بر شما و همه هممیهنانمون، همه بینندگان این تلویزیون و برنامه. نوروز پرکار و پر از تلاشی رو آرزو میکنم برای شما هممیهنانم، در کنار تلاش هایی که همه کسانی که برای نجات میهن از شرایط بسیار دشوار کنونی و نگرانی حتی برای آینده و تمامیت عرضه میهن دارند رو ابراز میکنم در این پیام نوروزی. ولی در کنارش با دیدن اون بیداری که مردم از خودشون نشون میدن، اعتراضات و اعتصابها، تجمعات مختلف و حضور واقعا چند میلیونی در طی این روزها در تخت جمشید، پاسارگاد، حافظیه، سعدی و در کنار طوس و فردوسی، خب دلگرمی و خوشحالی هم هست برای من، مخصوصا که میبینم جنبش های کارگری ایران، مبارزات و اعتصابات سراسری هم در تمام این سال گذشته با قدرت ادامه داشت برای احقاق حقوق خودشون. زحمتکشان کشور، مزدبگیران از پای ننشستن و هسته مرکزی این جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه رو تشکیل دادن و ما حالا گام‌های بعدی رو برخواهیم داشت. آرزوی من این است که این تلاشی که ما می‌کنیم حتی به قدر سر سوزنی بتونه کمک بکنه به داشتن آینده کشوری که به قول آقای پارسا یک خواسته مشخص رو در سایت رای آزاد گذاشتن، آزادی احزاب، و من کنارش گفتم سازمان‌های دموکراتیک و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگران، مزدبگیران و حتی کارفرمایان مستقل. به همین دلیل آرزو می‌کنم در جهت این همبستگی حتی قدر سر سوزنی اگر تلاش‌های من و دوستانم مؤثر هست بتونیم با کمک بقیه هممیهنان این رو گسترش بدیم و نوروز رو به یک پیروزی بزرگ برای سال آینده تبدیل بکنیم. بسیار ممنونم. من خوشحالم که شما اون کاری رو که من کردم دوست داشتید، یعنی اقلا یه هدف مشخص رو من عنوان میکنم. یکی از ایرادایی که من به شما گرفتم و تو برنامه هم گفتم که شما خیلی ویگ عمل میکنین. ویگ یعنی مبهم و خیلی چیزای زیادی رو به اصطلاح میپوشونه، ولی توی ویدیویی که گذاشتید برای آموزش چگونگی ارسال رای، اونجا خیلی قشنگ شما میگید که در جایی مشخص، در ظرف و ظرفی مشخص، این باید یه چیزی هم اضافه باشه، و هدفی مشخص. درسته که هممون هدفمون آزادی، دموکراسی اینها، ولی ما میبینیم که اگر در آمریکا قرار تظاهراتی برپا بشه، مثلا مثل ایران نیست که میگن 25 بهمن بیاین بیرون، برای طرف مینویسم کجا، میگه آقا دیگه اونی که میخواد بره بیرون خب میره بیرون. میگم بابا اینجوری کار نمیشه. اینجا اگر مثلا رانندگان تاکسی میخوان اعتراض کنن که آقا چرا اوبر آمده و نون ما رو سنگ کرده، ما باید پول بیمه بدیم، این بدیم، این میاد مینویسه، مینویسه رانندگان تاکسی برای این اعتراض میکنن. حالا باور کنی بعضی وقتا من به عنوان مسافر تاکسی هم میرم تو تظاهراتشون شرکت میکنم. چرا؟ چون من میبینم آقا وقتی که مثلا اوبر میاد با بیمه معمولی مردم رو جابجا میکنه، ولی این ران تاکسی $1000 نمیدونم با در سال پول بیمه بده، اون $300 میده و اینها، به خاطری که حق او حقش رو به دست بیاره اون راننده، منیم که کاری با راننده تاکسی ندارم میرم اونجا. من توی این کارهای شما این رو دیدم که اون شور هیجانی که شما داشتید، دوستانی که اینجا بودن هر کدومشون میخوان شما رو ببرن توی اون قسمت خودشون، و شما چون میخوای استقلال خودتو حفظ کنی، شما مجبوری هی با اینا بگی بله اینم میشه، اینم میشه، اینم میشه. الان اهداف شما خیلی باز، یعنی پخشه، من نمیدونم، همین راجع به کمپین پاسارگاد، ببینید هم من میدونم، من بچه شیرازم، والا ما هیچ وقت سر سال نو نرفتیم پاسارگاد، اصلا یه خرابه‌ای بود، یه بیغوله‌ای بود. الان که میری عکساشی که میبینید
همین آخوند حالا یا با زیرکی یا با موزی بازی یا اجبار مجبور شده بلواری بسازه، درختی بسازه و مردم تحویل سال رو میرن اونجا. خب اینو اگه یه نفر یه بخشنامه به اصطلاح یه فراخانی بنویسه که بیاین اونجا، سال دیگه ممکنه بیشتر هم بشه. الان عکسای هوایی گرفتن، معلوم با این درون خیلی قشنگ معلوم جمعیت رو نشون میده. من اگر در حین صحبتهای شما این نشون میده، شما راجع به همین صندوق رای ببینید یک کار قشنگی کردید، آمدید گفتید، باز تو اون ویدیو میگید هر کسی به هر دلیلی از آخوندا از انتخابات ناراضیه بیاد اینجا اسم نویسی کنه. آمدن اسم نویسی کردن، من ساکت میشم، شما به ما توضیح بدید که نتیجه این اسم نویسی ها چی بود. صفحه صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک رو من نشون میدم، هر جا که خواستید به من بگید رو چی کلیک کنم و چه اتفاقی میفته. چون ما توی آمریکا میبینیم مثلا میگه هیلری کلینتون بشه رئیس جمهور یا ترامپ، من اگر گفتم هیچ کدام، یه حالت سوم، فوری می‌نویسه اونایی که برای ترامپ آمدن 80%، اونایی که برای کلینتون آمدن 20%، ببخشید مثلا 15%، 5%ش هم مثل شما. ولی من اینو ندیدم. من الان دیگه ساکت میشم، اون صفحه رو نشون میدم. بفرمایید. متشکرم از دقتی که شما دارید و آموخته‌هایی که در این جامعه آمریکا به کف آوردید که من در کلاس‌های ابتداییش هستم، تازه خب 2 سال آمدم و سخت در حال آموختن هستم، چرا که مثل یک طفل کودکستانی هم که در یک فضای بزرگ جامعه آمریکا هم بایستی زندگی رو انجام بدم، هم خانواده رو اداره کنم، هم مبارزم رو به پیش ببرم و هم بیاموزم. اول از همه همین زبان انگلیسی است که شما یک کار قشنگی بکنی، برای من پیام‌های انگلیسی میفرستی و من خودش کمک میکنه که جواب‌های انگلیسی به شما و دوستانی که برای من ایمیل‌های انگلیسی میفرستن رو پاسخ بدم. اینم باز یه جای قدردانی داره. دوم این که فرایندی که شما نام میبرید در رابطه با آمریکا رو مقایسه میکنید با فرایند ایران و صندوق رأی آزاد ما، دو فرایند بسیار پیچیده است. یک فرایند جا افتاده حکومتی که از 1700 سال پیش دیگه از قانون اساسی آمریکا مثلا فکر کنم 1776 1776 باید آماده بشی آقای اوسانلو، باید بخونی برای سیتیزنی آماده بشی. بله، داخلی و اون بنیانگذارانی که با اون خردورزی خودشون این ساختار سه شاخه‌ای رو آفریدن که به نوعی مستقل از هم باشن که به طرف دیکتاتوری نرود و پایه‌گذاری مثلا واشنگتن که میآید و پذیرش یک نظام سلطنتی رو نفی میکنه با اینکه همه بهش میگن تو میتونی بشی و جمهوری رو پیشنهاد میکنه. این خب ریشه این مثالی که شما الان زدید هم در رابطه با نهاد مدنی که قضیه اعتصاب تاکسیران ها رو مطرح کردید، هم در رابطه با نظام انتخاباتی که مثلا به شکل مثال درصد آرای ترامپ، کلینتون یا غیر از هیچ کدوم اینا یا ساندرز یا دیگری بیاد این وسط. خب این حاصل دستاورد یک تلاش بزرگ اجتماعی در مدرن‌ترین کشور و پیشروترین کشور دنیاست که حالا به اینجا رسیده که همه چیز شسته، رفته، منظم، دقیق، خلاصه شده در اختیار مردم قرار میگیره و مردم در این حیطه حضور پیدا میکنن و مرحله به مرحله رشدش میدن، ثابت نمیمونه چون فضای جامعه باز هست. آن تجربه که حالا ما آغاز کردیم در صندوق رأی آزاد و دموکراتیک تجربه ایست که خب با نگاه به همه اینها به لحاظ محتوایی صورت گرفته و اول از همه خواستیم نشون بدیم که در مقابل حکومت و انتخابات حکومتی میشه یک صندوق مستقلی رو معرفی کرد به مردم ایران. از درون و بیرون کشورم این هم فکری خوشبختانه شد بین ما و اونجا اعلام بکنیم که فقط لازم نیست که یا بگیم هیچ کاری نخواهیم کرد به عنوان تحریم، به منزلمون بریم بخوابیم یا بریم تو بیابونا بازی و صحنه رو بسپریم دست حکومتگران، و یا اینکه حالا که در درون حکومت میخواهن بازی بکنن تعدادی از مردمی که ناراضی هم هستن ولی به لحاظ دلایل بسیار متفاوت، چه فردی چه اجتماعی چه فلسفی و ذهنی، حالا توی اون بازی حکومتی میدن و اکثریتشون هم میخوان اون جناح تندروتر و مثلا سپاه و خامنه‌ای و هیئت مؤتلفه رو در مقابل این طرفی ها که
دوستان ما به عنوان مثلث لیبرال ها یا مثلا پیوند با غرب از روحانی و خاتمی و رفسنجانی نام میبرن و تکنوکرات های حکومتی که همراه اینا هستن و همشون توامان سعی در حفظ حکومت ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی دارن. صندوق رأی آزاد دموکراتیک برای همه اینها پیشنهاد شد بعد از تقریبا گفتگوهای زیادی که ما با کسانی که همدیگر رو از درون زندان، درون مبارزه ها، بیرون از کشور و کسانی که به هر حال در اطراف با همدیگه همکاری های قبلی داشتیم به اصطلاح بنیانگذاری شد و خوشبختانه به نظر من حرکت بسیار موفقی شد، نه به خاطر که خودم جزء بنیانگذارا یا کسانی که درگیرش هستم تعریف کنم، به خاطر اینکه ما نشون دادیم که میشه حتی در فضای مجازی و با شناختی که مثلا تشکیلات گوگل از ما پیدا کرد و خودش دید که با چه کسانی داره کار میکنه و امکان میده، نظارت میده، راهنمایی میکنه، دائما جیمیل به ما میزنن و مواردی که نیاز داریم بدونیم و به ما آموزش میدن، به دوستان کادر فنی ما که جوانان بسیار فرهیخته و خوبی هستن و این کار رو دارن با تمام وجودشون بدون هیچ درآمد و چشم داشتی برای این سایت خبرگر و رأی آزاد انجام میدن، این حرکت شروع شد. رسیدیم به جایی که انتخابات درون حکومتی در هفتم اسفند پایان یافت و ما از اون به بعد اسامی عزیزانی که مثل خود شما که آمدید در کنار بقیه قرار گرفتید، مثل من و بقیه دوستانی که یا خودمون اونجا اپلیکیشن هامون رو پر کردیم یا دیگران ما رو کاندیدا کردند که اسامی ما اونجا رفت و اسامی تعداد دیگهی که هنوز اپلیکیشنشون هم خودشون پروفایلشون رو پر نکردن و بلکه به عنوان نمایندگان خودشون، کسانی که در زندان ها هستن، کسانی که در داخل ایران مبارزه میکنن و حکومت رو قبول ندارن و هزینه میدن و کسانی که مثل من و شما در خارج از کشور، برار سعی میکنیم به جنبش های داخل کشور و مبارزاتی که بایستی برای رسیدن به دموکراسی و آزادی و انسانگرایی ما تلاش بکنیم تا به اون آزادی احزاب، آزادی سندیکاها، آزادی تشکلهای کارگران، معلمان، مزدبگیران برسیم، سامانیابی بشیم. خب سامان اینطوری پیدا کرد که بعد از اینکه عزیزان پیوستن، خب یعنی خارج از کشوری ها که سلطنام کرده بودن، از هشتم اسفند اینها هم قرار گرفت اسامیشو در کنار بقیه عزیزانی که در همون صفحه اول کاندیداها هستن، اگر بخواید نشونم بدید عکس‌ها و اسامی که داره اضافه میشه اونجا هست. به علاوه این که کسانی که حالا از خارج از کشور آمدن و به عنوان کاندید کننده و یا رای دهنده و یا ثبت نام کننده در این صندوق حالا بیشتر شدن از خارج از کشور، چون عده‌ای منتظر بودن تا هفتم اسفند تمام بشه و بعد از اون بپیوندن به صندوق. حالا بعضی هم چون کار نوپایی است و توضیح زیادی هم میخواد و ما داریم سعی میکنیم در برنامه کنشگرایان هم همراه جوانانی که در شبکه براندازان و کنشگرایان و دکتر مراد خانی اینا به ما پیوستن و هر روز داریم وسیع‌تر میشیم، این بخش آموزشی صندوق رو هم پیش میبریم، نه فقط این بخشی که چجوری وارد بشیم و رأی بدیم، بلکه خود تعریف صندوق که ما از اول بنا رو بر این گذاشتیم. هر کسی که به صندوق رأی آزاد مراجعه میکنه، ایمیلش اونجا ثبت میشه، آی پی و آی دیش ثبت میشه و اگه رأی بده فقط به یک کاندیدا یه بار میتونه رأی بده و اگه دومی میشه نرم افزار حذفش میکنه. این کاری بود که یکی از اشارات مثبت شما بود که پیگیری کردیم، نرم افزاری هم برای این موضوع به ما ارائه داد گوگل. مرحله بعد این است که این آلترناتیو دائمی خواهد بود، ادامه خواهد داشت تا روزی که نظام جمهوری اسلامی رو بتونیم تغییر بدیم، سرنگون کنیم و به یک نظام دموکراتیک انسانگرای مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی‌های مصرحه در اون، به خصوص روی بخش تشکیلاتی که من خودم یک سندیکالیست هستم و بخش تشکیلات کارگری و تشکیلات مزدبگیران رو بیشتر بهش تو زندگی عملی پرداختم، برسیم به همین آزادی تشکل‌ها که تفسیر سه اصل بیستم خود اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و اگر ما به همین آزادی تشکل ها، آزادی احزاب، آزادی نهادهای مدنی این جوها برسیم،
جامعه به طرف تشکیلاتی شدن حرکت میکنه و قدرت از بالایی که توی حکومت‌های دیکتاتوری ذخیره شده به خاطر که منابع مالی در اونجا ذخیره شده پخش میشه میاد توی بدنه جامعه و در این نهادهای مدنی که متشکل بشن از جمله احزاب، سندیکاها و دیگر نهادهایی که به عنوان NGO نان گاورنمنت اورگانایزیشن ها مطرح میکنن، این نیروی متشکل و به شکل یک قدرت اجتماعی در برابر حکومت به تدریج میتونه بیسته، خواستهاشو مطرح بکنه و همچنین تحمیل بکنه و به روند تغییر وضعیت حکومت، محتوای حکومت و حتی شکل حکومت. ببینید آقای استاد، من عذر میخوام ازتون، چون گفتم امسال اگه بشه ما به این صورت باشه که من یا بینندگان سوالامونو بپرسیم شما پاسخ بدید. این چیزایی که شما میگید اینها همه امید و آرزوه و هیچ اشکالی هم نداره، این هدفتون هست. ما میدونیم برای رسیدن به هدف دو سه تا چی لازمه. اولا یه برنامه، بعد وسیله، بعد این برنامه رو با اون وسیله مینشینن فکرش میکنن انجام میشه، به هدف میرسن. خیلی وقتا به هدف نمیرسن چون اشتباه کردن، یا در برنامهشون یا وسیله کافی نبوده. همین آقای مراد خانی که شما میگید و این دوستان جوان، آقای آرمان چهار روستایی که هر 5 دقیقه توی تلویزیونه، شما به من بگید که هدف اینها رو که ما همه میدونیم. آقای آرمان چهار روستایی در این گروهی که با ما همکاری میکنن تشریف ندارن. نه توی اون گروه ها هستن. با آقای این گروه نیست. بله. حالا من نمیدونم. آقای مراد خانی بچه خواهر آقای خامنه ای، دکتر مراد خانی. اولا ایشون شهامت نداره که حتی بیاد مثل شما اینجوری وایسه از هدفش دفاع کن. من واقعا به شما یعنی این تحسین‌آمیزه که شما با وجود این همه مخالفت که من با شما، دوستانی که برنامه رو میبینید، من 1/100 توی برنامه ها میگم 99%ش رو به خود ایشون نق میزنم و مخالفت میکنم، ولی وایساده و از این خوشم میاد که همون ذات کارگر بودنش رو و خستگی ناپذیریش رو نشون میده. ولی شما به من بگو خداییش امروز به من بگو که آقای مراد خانی اگر برنامه‌ای داشته، وسیله‌ای داشته، آیا از الف به ب یا پ رسیده؟ یا به قول اینها اگه از میخواد از ای حرکت کنه تا زی به دستنی و مقصد برسه به کجا رسیده؟ مگه ما یه خونه‌ای که میخواییم بسازیم، شما چقدر قشنگ گفتید، شما الان اومدید میگید من چون آمدم در آمریکا باید کلاس انگلیسی برم، انگلیسی یاد بگیرم، قانون اینا رو یاد بگیرم، و ما هم میدونیم همه ما این مشکلات رو داشتیم. بعد به قول اینها on the top of that، یعنی به اضافه همه این مشکلات که مخصوصا چون من و شما سنمون بالاتر بوده آمدیم، با زن و بچه آمدیم خیلی مشکل تره. حالا یه شوخی هم بکنیم، اونایی که جوان میان فوری با یه دوست دختر آشنا میشن، این ببخشید اینو میگم، ولی میگن اونا زبونشون خوب میشه چون زبون تو زبونشون گذاشتن. ولی من و شما باید با جون کندن یاد بگیریم و بالاخره بعد از 30 سال هیچ وقت مثل حتی 2 سال اونایی که اینجا بودن یاد نمیگیریم. ولی مشکلی که من با شما دوستان دارم اینه که همتون هدفها رو اشتباهن فکر میکنید شما برنامه دارید. هیچ برنامه ای نیست. همین سایت رو من نشون دادم موقعی هم که شما گفتید نامزدها، بردم روی نامزدها، عکسها رو دیدیم. ولی من فکر میکنم حتی خود شما نمیدونید به عنوان یه نفر مثل من که جدید هست خبردار شده که آهای کجا نشستی، که اگر آخوندا بهت اجازه ندادن یه آقایی آمده و دوستانم کمکش کردن، گوگلم این برنامه رو گذاشته، ضمن این که شما حتی برداشتتون از گوگل اشتباهه. گوگل تمام این چیزایی رو که شما فکر کردین نگهداری میکنه و اینها رو میفروشه. اگر خواستید من براتون نشون میدم که چجوری میفروشه، که شما وبسایت منو که میخوای بزنی میدونی آدرسش کجا، تو گوگل میزنی اون اول 60 تا قبل از منو بهتون نشون میده، اونایی که بهش پول دادن. حالا ما میگیم گوگل همون حضرت پیغمبر صاف و صادقی که شما خوشت میاد و داره کار میکنه. شما به من بگو، من الان آمدم توی این صفحه به عنوان یه نفر که امروز روز اول آمدم، 2 بار این ویدیو رو نگاه کردم، خدایش نفهمیدم با چی کار کنم.
هی میگه باید بری بزنی این، باید بزنی اون. اولین اشکالش اینه که به من میگه شما باید این دوتا رو بزنی، کلیک کنی، قبول کنی تا بری. آقا یه چیز دیگه هم بذاری. آمریکا کاری که میکنه میذاره آدر. آدر یعنی یه چیز دیگه. من میام داخلش یه چیز دیگه مینویسم، شاید اون چیز دیگه 100 نفر دیگر هم بیاره. در هر صورت اوکی، من الان نشستم، شما یکی یکی الان به جای تصویر من و شما تصویر این صفحه، اینم آگهی مجانی برای شما، روی وبسایت و تلویزیون و صفحه ها هست. شما به من بگو من تو صفحه اصلی که هستم باید چه کار کنم؟ میرم مثلا نامزدها رو میبینم. از اجازه بدید که من چون صفحه اونجا رو نمیبینم الان، منم این طرف باز بکنم که اوکی دیگه جلو بریم. اوکی، متشکر از لطف. خواهش میکنم، کمک میکنید به کار آموزشی ما. مرسی. ببینید اصلا هیچ اشکالی نداره، ما تا آخر، یعنی من باورم اینه، ما تا روزی که زنده هستیم یاد میگیریم، روزی که یاد نمیگیریم خودمون را، یعنی گفتیم دیگه من بستم و میخوام بمیرم. من دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتم اینو، اون گفت آی سوربی من چند سال پیش هی به خودم میگفتم من ایمیل نمیخوام، من که دیگه یه مدت دیگه میمیرم. بعدن دیدم ای بابا ایمیلی که گرفتم هیچی، فیسبوک رو دارم هیچی، توییتر رو دارم هیچی، اینا. ما باید یاد بگیریم و این یکی از کاراست که باید همین یه نفر که اصلا بلد نیست بیاد، شما ببینید چقدر بهش میگن فرندلی یوزر. بعضی وبسایت ها فرندلی یوزر نیست، یعنی یه نفر که میاد داخلش باید حتما وارد باشه تا کار کنه. این وبسایت شما خیلی سادهش نوشته صفحه اصلی، خب ما نگاه کردیم، امضای تومار کمپین معیشت و تومار بنیاد همبستگی و اینها، حالا میخوام انتخابات، هر وقت که اومد به من بگید، بگید کجا رو من کلیک کنم. بعدش داره نامزدها، بعدش داره پشتیبانی، چگونگی همیاری، درباره ما. مثلا درباره ما، من اینجا که کلیک میکنم، ببینید شما همین افرادی که بهشون افتخار میکنید، اینایی که خارج هستن، ترسی ندارن، وحشتی ندارن، بیان اسامیشون رو بنویسن که مردم، 10 نفر به شما اعتماد میکنن، 20 نفر به آقای مرادخانی اعتماد میکنن، یه نفرم به من اعتماد میکنه، اونا میان. ولی درباره ما دوباره اینجا نوشتید یه چیز ویک بزرگ، هدفاتون رو نوشتید، ولی درباره شخصیت ها ننوشتید که این آقا چند سال بیچارگی کشیده، چند سال شکنجه کشیده، چند سال زندان رفته، زبونشو بریدن. این میشه درباره شما، درباره ما. جمع یکی یکی 4 خط یه پاراگراف بنویسن، آقای مرادخانی دکتر، من اولا نمیدونم ایشون دکتر چیه. و بعد کسی که من حتی درباره خواننده ها گفتم، تا موقعی که ما میگیم کامبیز پسر گوگوش، این کامبیز خواننده بشو نیست، چون داره زیر سایه گوگوش را میره. و الا دیدیم که خیلی ها میان خودشون تنها، تا موقعی که هی ما میگیم دکتر مرادخانی خواهرزاده خامنه ای، یعنی ما میخوان به یک جوری، مثل، ببخشید که اینو میگم، مثل شازده خودمون. شازده اگر کارکن بود میومد میگه من رضا پهلوی ام، بابام هم این اشتباه ها رو کرده، لازم نیست من عذرخواهی کنم، ولی ایشون پول باباشو خورده داره خرج میکنه مجانی، این ورور میره به افتخار باباش به اصطلاح. ولی اگه یکی گفت آقا بابای تو $100 به من بده کار، میگه بابا مرده. خب این نمیشه، این درست نیست. من ساکت میشم و شما اگر اون صفحه باز شده بگید تا ادامه بده. صفحه باز شده، ولی من مجبورم قبل از صفحه، چون چند تا مطلب رو اشاره کردید، مجبورم چون اسم اشخاص رو آوردید. بله. فکر میکنم به لحاظه اون حرمتی که من میذارم باید بگم اینا رو. یک، آقای مرادخانی، خب من حتما بهشون میگم که آقای سوربی در رابطه با شما تو برنامه‌ای که با من داشتن نام شما رو آوردن از زاویه انتقاد، و حتما آدرس ایمیل جیمیل شما یاد دارید یا ندارید؟ اگر دارید که هیچ، ازش دعوت کنید مستقیما، یه دونه سی سی هم برای من بزنید که بدونم واقعا شما ازشون دعوت کردید، منم مطلع باشم، باش قرار بگذارید بیاد اینجا، هر سوالی ازش دارید خودش به شما جواب بده. شخصیت حقیقی و حقوقی زنده است. ممنونم، اینم یکی از چیزهای خوب شماست، این کارم چیز پسندیده‌ایه. و شما برای من بزنید که من باشم در تاریخ شما به ایشون اعلامیه داد، بیاد جوابشو رو ما رو بده. حتما. خودش باید جواب بده، نه من. دقیقاً. آقای مرادخانی گفتید از کجا شروع کرده به کجا رسیده؟ ایشون همینجا، بیاید روی همین صفحه که عکس همه نامزدها هست، عکس آقای مرادخانی هم اونجا هست.
روی عکس آقای مرادخانی کلیک بکنید، صفحه‌ای که مربوط به ایشون هست درباره ما که شما گفتید کل صندوق رو میگه، ولی درباره تک تک افراد هر کدوم اینجا مثل خود شما که یک مطلب کوچیکی گذاشتید، بعضی بزرگتر گذاشتن، سلیقه ای آزاده، پس این داره به نوع تفکر. ببخشید آقای اصولی، یه چیزی اونجا روشن استداش میاد اینجا، اگه لطف کنید یه وبسایت چیزی هست. نه، همین رأی آزاد بود که من باز کردم، این قسمت آموزشیش اومده، اشکال نداره. اگه لطف کنین اونو ببندید. بله. نه بستم که صدا نیاد، خیالتون راحت. ممنون از شما. خب من الان صفحه آقای مرادخانی رو دارم نشون میدم. باز کنید که خلاصه سوابق زندگیشون رو خودشون نوشتن، شرح سوابق مبارزاتیشون رو نوشتن، پایینش هم شرح برنامه‌های پیشنهادیشون رو نوشتن، قسمت پایین هم که نوشته پیام شما که پیامی که اونجا داده شده. پس درباره ما رو هر کسی درباره خودش رو در این صفحه که اینجا درباره به اصطلاح ببخشید عکسش هست کلیک بکنن، اونایی که خودشون اومدن و پروفایلاشون رو پر کردن اینجا میتونیم بخونیم و یه مقداری باشون آشنا بشیم با قلمی که خودشون نوشتن، مثل خود شما که زحمت کشیدید. یه امتیاز صندوق رأی آزاد تا این مرحله، به جز اینکه نشون دادیم میشه آلترناتیو منطقی کم هزینه داشت و در مقابل حکومت که میگه بد یا بدتر به زور مردم رو، اونایی که میخوان بیان تو سیستم انتخاباتی از حق رأیشون استفاده کنن، در جای دیگه‌ای به اونها یک نشانی داد که هست چیزی که لااقل به نظر ما از سیستم دموکراتیک، از سیستم حکومتی این انتخابات دموکراتیک تر هست. دو، افراد پس اینجا خودشون رو دونه به دونه نامزدها میتونن میان و با کلیکی که شما بکنید اونایی که پروفایل پر کردن به تدریج ثبت میشه. یه تعدادی هم پروفایلاشون رو آماده کردن فرستادن که چون تعداد کارهای روزمره‌ای که دوستان بخش فنی ما دارن میکنن، خود اطلاع رسانی خبرگر و بقیه کارهایی که ما داریم همه اینا با هم پیوند میخوره و گروهی که داره کار میکنه یه گروهی که محدود تعدادش صدها نفر، ما هنوز نداریم که اول این راهیم و بدون هیچ پشتوانه مالی، یعنی تمام از اینهای این کار بزرگ رو هم خودمون به عهده گرفتیم و هر طوری هست داریم این رو میچرخونیم که وابسته به هیچ جایی نشیم، که راه خودمون و حرف خودمون رو بزنیم. در نتیجه مرحله دوم که شما فرمودید، مرحله‌ای که معرفی ها هست به این شکله، اونایی هم که معرفی نشدن هنوز، بخشی خودشون پروفایل هنوز نفرستادن توسط دیگران کاندیدا شدن، بخشی هم که فرستادن داره یکی یکی تکمیل میشه. یعنی شما وقت بذارید امروز بعد از برنامه تمام این عزیزان رو یکی یکی به نگاه کنید، میبینید تعداد بیشتری پروفایلاشون در حال تکمیل شدن هست. خب مثلا برای این باید یه ددلاین میذاشتید، یا اگر من یه نفر معرفی میکنم به اون تماس بگیرید، اگه نمیخواد قشنگ بنویسید در فلان تاریخ ایشون گفته من نمیخوام، چون من ممکنه یه نفر بیاد به من بگه آقا بیا بشو شهردار فلان جا، بگم اصلا من بلد نیستم نمیخوام، دیگه چه کاریه منو اونجا بذارید معطل باشین و چیزاتون رو ناقص نگه دارید. یه سوالی درباره این نامزدها که گفتید رو جواب بدم؟ بله بفرمایید. چون فنی عمل. بله بله. نکته این هستش که خب بخشی از این عزیزانی که اینجا معرفی شدن و هنوز پروفایلشون نیست، از عزیزانی هستن که به قول شما گفتید خارج از کشورن، کاندیدشون دیگران کردن، به اینها هم اطلاع داره داده میشه، ایمیلایی که روزانه دو نفر سه نفر پنج نفر هر چند تایی که بتونن بچه ها تنظیم کردیم یه متن واحد رو بفرستیم، منتظریم که اینا جواب بیاد. ددلاینی که شما گفتی به یه لحاظ درسته که اون افراد رو میتونه حذف بکنه، ما اون رو گذاشتیم برای یه دوران طولانی تری که صندوق بیشتر جا افتاده باشه، معروفتر شده باشه، تعداد حضورها بیشتر شده باشه، اون افراد وقت اینجا در یک دوگانگی تصمیم گیری قرار میگیرن که ای بابا دارن با صندوق رو سر و کار دارن، که حالا مثلا بیش از 50,000 نفر در این صندوق ثبت نام شدن و درگیر این کارا هستن و نزدیک مثلا 500 نفر هم حالا کاندیدا از سوی دیگران یا خودشون شدن. یه خوردیم ددلاین رو ما باز گذاشتیم که خود کسانی که به قول شما اینجا حضور داره عکساشون و پروفایلایی که پر شده یا نشده
یک جنبه تشویقی داشته باشه برای دیگرانی که وارد میشن و برای اولین بار میبینن. این تنوع کاندیداهایی رو که خود وارد شدگان به سایت انجام دادن رو ببینن و اتفاقا همون چیزی که شما گفتید کمک بکنه که مثلا دو نفر دنبال این اسم میان، سه نفر دنبال اون عکس میان، چهار نفر هم دنبال اون، و این رو تشویق کنه به یه مرحله بالاتری ما برسونیم که توی اون مرحله وقت به قول شما بگیم دوست عزیز الان این سایت با این مرحله رسیده و این تعداد آدم درگیر کاراش هستن، این تعداد رای دهنده دارد و این تعداد آدم هم شما رو مشخصا کاندید کردن، چون اونجا اینا همه توی پشت سایت میره دستبندی میشه تک تک آدمایی که چند نفر این رو کاندید کردن و رای بهش دادن، و اون اونه مشوقی میشه برای اونی که حتی دو دل هست و میگه خب من با یک جریانی طرفم که بدنه مردمی داره و وسعت داره کارش میگیره، وقت تشویق میشن بیان. پس اجازه به ما بدید این ددلاینمون یه خورده دیرتر اعلام بشه. این دلیلش به خاطر اینه که میخوایم جذبمون توی این مرحله آغازین بیشتر از دفعمون و حذفمون باشه. من خیلی قشنگ گفتی، قابل قبولم هست به چند دلیل. یکی این که شما میگید ما بودجه ای نداریم، به خاطر اینکه میخوایم مستقل باشیم نرفتیم چند نفر استخدام کنیم که از اونا بگیریم به این بدیم، وقتی این وسط مجبور باشیم اون امر اونا رو اطاعت کنیم، این کار پسندیده ایه و درست هم میگید. خب این موضوع حل شد. در رابطه با نامزدها من پیشنهاد میکنم اگر این کار رو خواستید ادامه بدید بیاین محدود کنید. میدونید که الان توییتر یکی از کارهای زیبایی که کرد اینه که میگه آقا 140 تا حرف شما میتونید بچسبونید به هم بشه کلمه و استفاده کنید. من میخوام از شما یه سوالی بکنم. من روزی که برای شما نوشتم، الان شما هدف من رو میدونید چیه؟ خودتونم گفتید چیه؟ شما گفتید آزادی احزاب. آزادی احزاب. حالا دوستان من نشونتون میدم، ببینید آقای مرادخانی ببینید چی نوشته. نه خود من که حالا همون خود شمارم. بله. نه آخه من حالا چون شما را اینجا گیر آوردم میخوام ازتون سوال کنم. ببینید شرح سوابق مبارزاتی آقای مرادخانی میشه گفت تقریبا یک کتابه. میدونید ما میگیم پاراگراف، جمله، پاراگراف، نمیدونم مقاله، ایشون شرح سوابق مبارزاتیشون تقریبا یک کتابه. حالا میام پایین خب حالا اوکی بگو جزوه لاغل بگیم جزوه. بله بگیم جزوه. ببینید حالا شرح برنامه های پیشنهادی ایشون رو من برای دوستان میخونم که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 خط خیلی هم ریز نوشته شده. من اگه بخوام اینو بزرگتر کنم ممکن 15-16 خط بشه. دیروز من یه پروگرام رو نشون میدادم از بی بی سی، آقای هادی خورسندی آمده بود میخواست یه شعری رو بخونه، شعرش رو نذاشتن تموم کنه، بعد امیدوارم سال دیگه اگه آمدم بذارید شعرم رو بخونم. طرف گفت به این شرط که توی یک صفحه باشی. هادی خورسندی خب تناز فوری تنز گفت، گفت بله من توی یک صفحه ریز ریز می نویسم. حالا این آقای مرادخانی هم لطف کرده به من و شما و ریز نوشته، یا اون مسئول سایت. بذارید من برای دوستانی که برنامه فارسی رو دارن نگاه میکنن، دو تا شخص فارسی هم دارن صحبت میکنن، بنده دبیر بودم، کارگر بودم، کارمند بودم، شما هم تو ایران بزرگ شدید و کار کردید. شرح برنامه های پیشنهادی، حالا ببینید چی نوشته. اعتقادات فلسفی. آخه شرح برنامه های پیشنهادی چه کار اعتقادات فلسفی داره؟ اعتقادات فلسفی رو که شما یه جزوه به قول آقای اوسانلو نوشتی، ما دیگه شما رو شناختیم، حالا میخوایم ببینیم برنامه تون چیه. بنده نوشتم آزادی احزاب، دو تا کلمه، یه جمله، همه رو پوشونده. حالا ایشون اعتقادات فلسفی. محمود مرادخانی از نوجوانی با وجود اینکه در خانواده مذهبی بزرگ شده بود اعتقاد مذهبی نداشت. خب من چه؟ این چه طرح پیشنهادیه؟ او به وجود خدا مخصوصا به آن گونه ای که مذهب اسلام و آخوندهای شیعه معتقد هستند باور ندارد. بازم به من چه؟ ما که قرار اینو خصوصی نگه داریم. فلسفه زندگی را بر پایه لذتبری و سودرسانی می داند. باور او بر پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. تعریف نوین و هنوز من برنامه پیشنهادی نمی‌بینم. حالا من از شما می‌پرسم، شما تو یه جمله برای من بگو
برنامه پیشنهادی آقای مرادخانی برای من کم حوصله ایرانی که نمیخونم، شما برای من بگو برنامهشون ایشون چیه. خب من چون با ایشون گفتگو دارم میدونم، ولی شما چون از اون متن میخواید برید جلو شاید به یک نتیجه دیگه برسید و من اینجا حقو باید به شما بدم. ولی خب من میدونم ایشون مثل خود من به استقرار یک نظام دموکراتیک، انسانگرا و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقاد. خب قربانت گردم، مگر هدف ما از نوشتن، مگر نوشتن انشا بوده که دو صفحه کمتر باشه 16 میگیری؟ شما حتی به من گفتی سوربی کم نوشتی، بیشتر بنویس. گفتم کافیه. اینجا میگن سویت، شورت اند سویت، کوتاه، مفید، مختصر. بعد من هیچ چیزی نمیبینم. برنامه های پیشنهادی، بله حالا ما فهمیدیم برنامه های پیشنهادی ایشون آیا هیچ فرقی با برنامه های پیشنهادی من و شما داره؟ نداره. آیا چون هممون در صندوق رأی آزاد و دموکراتیک هستیم؟ نه. ولی بازم ای کاش اینجا بودیم، من جلو دوربین میبوسیدم. حالا از قول من، از خودت روی آینه برو اونجا خودت ببین. پس برنامه های پیشنهادی رو ما میدونیم که البته این برنامه پیشنهادی نیست، ایشون باز اشتباه کرده. هدفمون اینه. حالا برنامه پیشنهادی اینجوری میشه، یه نفر میاد میگه شما برای رسیدن به هدف برنامه‌تون چیه؟ آقا شما اتوبوس واحد میخواد از میدون سپه بره نازی آباد، راننده کیه؟ سوخت زده؟ نزده؟ چه کار میکنه؟ اینه برنامه، اینه وسیله. برنامه های پیشنهادی من به خدا باور ندارم. گفتار نیک، پندار نیک. خب منو ول کردی تو خیابون آقای مرادخانی. ضمناً من به شما ایمیل نشون میدم که از آقای مرادخانی دعوت کردم، ایشون قبول کرده. روز موعود دو تا پسر جوان که یکیش هم آقای چهار روستایی و یکی دیگه بود، اونا رو فرستاده که من نمیتونم امروز بیام با اینا صحبت کنیم. گفتم ای بابا شما هنوز کاری نشدید، وزیر چپ دست چپ و دست راست دارید. و اومدم تو برنامه هم گفتم، نشونم دادم، خود آرمان چهار روستایی هم میدونه. اگر ممکنه بله. همون ایمیل رو برای من بفرستید. حتما حتما من همه اینا رو اینجا دارم. بله می‌کنیم بعد همه چیز روشن. دقیقاً من قرارشون بفرستم و بهشون نقل قول شما رو هم بگم و بعد اگر صلاح باز میدونید، چون برنامه شماست، بله بله جون شماست، و یک ایمیل جدیدی هم به عنوان دعوت به برنامه براشون بفرستید، سی سی هم به من بزنید که این صحبت ها رو با حضور خودشون بکنید که حق دفاع و حق بیان هم داشته باشن. خواهش من اینه که آقای استانلو، چند بار شما ایمیل از من گرفتید که من نوشتم امروز هم درباره شما صحبت کردم، اینم لینکش. بله. من اسم هر کسی رو تو برنامه میبرم اصلا قانون آمریکاست. چون اسم آقای مرادخانی رو بردم، ایشون حق داره بیاد در همین روابطی که من صحبت کردم صحبت کنه. من در رابطه با زندگی و زن بچه و ازدواج صحبت نکردم، در همین روابط بگه سوربی اینجا که گفت این، برنامه پیشنهادی من اینه، اینجا که گفت این، برنامه هدف من اینه، و سوربی که میگه سوابق زندگی من اینه، من پخش میکنم مثلا، حتی اگر مهمان من نباشن ویدیو درست کنم، من اونو قانونا تو برنامه خودم باید پخش کنم، این جزء قانونه. و من یه چیزی بگم، من چون کم از خودم، ببخشید نمیخوام بگم تعریف میکنم یا پوز میدم، ممکنه دوستان ندونن، من میتونم بگم تنها مجری تلویزیون ایرانی آمریکایی هستم که کلاسای این کار رفتم دیدم، لایسنساشو دارم، یعنی دوره هاشو گذروندم، قانون اینجا رو میدونم. به قول آقای شبخیز نرفتیم پیتزا فروشی باز کنیم بعد مثلا چی میگن مرض پوستی داشته باشیم، اداره بهداری گفته باشه قبول نیست، آمده باشیم تلویزیون باز کرده باشیم. ولی من میخوام به این آقای مرادخانیه که بگه آقا ما دیگه میدونیم شما بچه خواهر آقای خامنه‌ای هستی، باباتون هم فکر کنم شیخ علی تهرانی. اجازه بدید که این کارو با حضور خودشون باش باش از ایشون لطفا دیگه من باش چش من اخلاقم اینطور، من تو خانواده‌ام هم اجازه نمیدم موقعی کسی نیست بپر، من میتونم بگم بیان. بله صادقی هم. بله این کارت هم درسته. اینه که تو چرا نمیزه دعوت میگم بابا هر تو حرف بزنی تلفن بزن رو اسپیکر خودش هم باشه، همه صحبت کن، حرف بزنی دربارش، کسی موقع اینجا نیست ما حق نداریم دربارش حرف بزنیم،
از نه که الان من پدرم اینو آموختم از بچگی. خب بسیار ممنون. بحث جدی‌تر همین صندوق بسیار ممنون. بله. قرآنی هم اجازه بدید بیاد یا شاهزاده رضا پهلوی هم باز شما گفتید. بله بله. باز به نظر من ایشون هم این حق رو داره که اون ایمیل رو براش بفرستید بدون درباره ایشون هم حرف زدید، ایشون هم این حق جواب رو به قول خودتون داشته باشه. بریم قشنگ روی همین برنامه مشخص. من برای شما اون ایمیل ها رو فرستادم، از روی اونها بریم جلو، صندوق رو بریم جلو. هر انتقادی هست میپذیرم به دل و جان، یاد میگیرم. همین الان شما آدر رو گفتید، من اینجا فورا نوشتم. بسیار خوب. بعد اضافه شد، یعنی کار اجرایی کنیم که این صندوق و این حرکت رو زودتر به یک کار بزرگ میهنی برسونیم، چون خود شما منو عضو بشی. بله. جز بشی و برای گسترشش همین الان هم این برنامه تلویزیونی رو گذاشتی. دقیقا ایجای واقعی برسیم. خواهش من اینه از شما. بله بذارید حالا چون شما همیشه، من فکر کنم شما به این که یاد میگیرید افتخار میکنید و این بله. یه صفت خوبیه. بله. بذارید یه چیزی رو من بهتون بگم. وقتی که یه نفر شما اون روش خوب و پسندیده‌ای که از پدرتون یاد گرفتید خیلی عالیه، ولی وقتی یه نفر پابلیک فیگر میشه، یعنی شخص شناخته شده‌ای میشه، اون فرق میکنه با این که مثلا شما راجع به عموی من صحبت کنید، من بهتون بگم آقا عموی من که اینجا نیست، بذار جمعه میاد باهاش صحبت کن. ببینید من و شما امروز میتونیم راجع به خانم دونالد ترامپ، آقای اوباما، آقای ترامپ، چی میگن، خانم کلینتون صحبت کنیم. اینا پابلیک فیگر هستن. آقای دونالد ترامپ من اشتباه کردم. بله ببینید اگه یکی اشتباه میکنه چقدر زود بگه اشتباه کردم، هم خودش میخنده. میشه ما بشر تخم اشتباه، قدیمی ها میگفتن. فقط دیکتاتورا هستن که میگن ما اشتباه نمیکنیم و دنیا رو داغون کردن. بله این روش شما پسندیده است. تو کار مدیا تنها کاری که میکنن اینه، وقتی اسم یه نفر رو میبرن، چه پابلیک فیگر باشه چه معمولی باشه، اونا حق دارن تو همون برنامه، حتی روزنامه هم همینجوره، اگه یه جایش راجع به آقای منصور استانلو یه چیزی نوشته باشه، شما یه نامه مینویسید میگید که آقا در صفحه 3 اینو نوشتید، هفته دیگه در صفحه 3 مقاله منو چاپ کنید. آقای مرادخانی رو میذاریم به امان خدا، با وجود که ایشون خدا رو قبول نداره، ما برمیگردیم به صندوق، صندوق رو نشون میدیم. پس اینجوری که شما میگید اون برداشت من غلط بوده. من فکر کردم بعد از هفتم اسفند که اون صندوق ها قلابی یا هرچی بسته میشه، این صندوق باز میشه و رأی میگیره، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده. نه صندوق که باز هست، ثبت نام ها داره همین الان صورت میپذیره، با ایمیل میان ثبت نام میکنن. کار تبلیغی صندوق رو در تلگرام و فیسبوک و دیگر امکاناتی که حالا امکانات ما در همین امکانات اینترنتی فعلا و گاه برخی از تلویزیون‌ها که خود من برنامه دارم یا همین مثل شما لطف میکنید میارید به اصطلاح برنامه میگذارید پیش میبریم و هم ورود به صندوق ها داره میشه، هم برخی از کاندیداها دارن پروفایلاشون رو کامل میکنن و ما هر ورود به صندوق خودمون رو از اولم چون اعلام کردیم توی درباره ما اونجا نوشتیم که شما نشون دادید که اگه یادتون باشه دفعه قبل دو ماه پیش تو درباره ما خالی بود، چون دو تا بحث ما اونجا داشتیم تو بچه‌ها تو دو تلگرام صندوق. بالاخره کار جمعی نزدیک 100 خورده آدم اون موقع با هم بحث داشتیم که این درباره ما رو چی بنویسیم. حالا فعلا این چکیده اون شده که اینجا گذاشتیم این مطلب که معرفی ما باشه، که بازم قابل تغییر است، بخواد شرایط تغییر میکنه، صندوق وضعیتش تغییر میکنه، هی کاملتر میشه دیگه، باید هی رشد میکنه. ثابتی چیزی رو ما نمیذاریم اینجا. بسیار. این هستش که ما الان توی صندوق اگر اجازه بدی این مرحله پروفایل ها رو گفتیم که دلیلش چی بود که بعضی کامل هست بعضی کاملی، نیروی کارمون محدوده، میخوام مستقل باشیم ولی جلو میریم، داره ثبت نام ها انجام میشه کماکان و صندوق پس بازه، کاملا بازتر هم هست که دیگه خارج و داخل کشوری نداریم، همه به همه دیگه میتونن رأی بدن موقع وارد صندوق میشن. بعد اگر موافق باشید از مرحله بعد بریم تو قسمت پشتیبانی با هم دیگه. بس. پشتیبانی ما اون موقع که هنوز این فیلم آموزشی رو نذاشته بودیم به این شکل بود که دو تا از عزیزان قبول کرده بودن که به شکل تقسیم کار ساعتی در این ساعت‌ها در اختیار کسانی باشن که وارد صندوق می شدن، به یه اشکالاتی برای ثبت نام برخورد می کردن، با این آدرس های اسکایپ تماس می گرفتن
اون عزیزان راهنمایی میکردن و کمک میکردن که بتونن ثبت نام خودشون، حضور خودشون رو در صندوق اعلام بکنن. الان که بغلش دیگه فیلم آموزشی چگونگی هم هست، اون اسکایپ دوتا عزیزی هم که مسئولیت رو پذیرفتن در اروپا هم هر دوتاشون هستن قرار داره. بعد از اون بریم رو چگونگی همیاری با همدیگه. بعد اجازه بدید، اجازه بدید، همینجا که نوشته این پشتیبانی یا آموزش، نوشته دوستان عزیز در صورت بروز اشکال در ثبت رای، ولی شما که میگین هنوز رای ثبت نمیشه، فقط میان نامزدها چیز میکنن. نه، ثبت رای به این شکله که یعنی هر یه نفر الان مثلا شما توی صندوق ثبت نام شدی، بله، خودت کاندیدایی، یک نفر وارد صندوق میشه نگاه میکنه توی این اسامی، به 20 نفر از اینها انتخاب میکنه و اینا رو تیک میزنه، این میشه ثبت رأیشون در صندوق. یعنی 20 نفری که تیک زد یا 3 نفر جدید رو اضافه میکنه، این 3 نفر جدید میاد عکسشون بعد اینکه اضافه میکنه، اگر ما داشته باشیم و توی گوگل و جاهای دیگه عکساشون رو پروفایل یواش یواش درست میکنیم، اگر نه افراد مشهوری نباشن که توی گوگل عکسی چیزی نداشته باشن، ایمیل بلافاصله براشون میره، خواهش میکنن این کسی که شما معرفی کردید جدید، چون ازش عکس و اینا توی فضای مجازی نیست، خودتون هم زحمت بکشید هم یه عکس برای ما بفرستید که معلوم بشه کیه، هم یه سوابق خیلی فشرده و کوتاهی که کسی که شما کاندید کردید شناخته شده نیست، حداقل هایی از شناخت براش به وجود بیاد. تا حالا به توصیه شما میتونیم به تدریج جلو میریم، اون به قول شما مثلا بکنیمش 1400 حرف یا نمیدونم 2000، اونا بعد با توافق کنیم با دوستانی که داخل و خارجن، چون بیشتر ماها کار آموزشی کرده، مثل خود من اگه یه مقدار طولانی گو یا طولانی نویسستم، دلیلش اینه من دائما توی حتی پشت فرمونم که بودم فرصت میشد سر خط تای خط با رانن رو جر و بحث و صحبت میکردیم، یه کتاب قانونکار مثلا جیبم بود، این کوچیکا سعی میکردم مثلا دو تا ماده قانونکار به بچه ها آموزش بدم، در نتیجه ما یه مقداری بلندگو میشیم یا طولانی گو میشیم، علتش اون فرایند آموزش، خودم آموزگار بودی که فهمم، شروع میکنی همجور میاد میاد اون خصلت آموزشی که ما یه مقدار داریم اینو خب طولانی میکنه. بله، این حالا واحد پشتیبانی ثبت رأی این شکل میشه، یعنی رأی همون که شخص میاد و 5 نفر از همینایی که هستن رو دوباره تیک میزنه و تو انتخاباش اعلام میکنه، نرم افزار میبره رو اسمشون اضافه میکنه، مثلا تا الان ممکنی که دوستان ما همین الان مثلا 2300 تا ثبت رأی داشته باشه که فعلا اینا رو ما قرار شده اعلام نکنیم، به خاطر که بایستی با دوستانی که در داخل همکاری میکنیم برای هر کدوم از این اعلام شده ها رأی ها رو افزایش بدیم، بعد زیر هر کدوم از این عکس ها یه دونه چیز بذاریم که معلوم باشه نامبرش چند تا شماره افتاده، تا حالا چند تا رأی این داره اون داره، و یه مقدار کار نرم افزاری میبره همینا هم نوشتنش و آماده کردنش و دونه دونه رو قرار دادن. بله، یعنی به اونم میگن همون کانتور، خودمون بود تو ایران میگفتن، اینجا میگن کانتر، اینجا میگن کانتر. خب بریم سراغ چگونگی همیاری رو نشون بدیم. بله، و اینجا فکر کنم یه مقداری بله، ما میخوایم مستقل باشیم، اینجا نوشتیم کاملا که اولا دو نوع همیاریه، یکی این که ثبت نام و گسترش و یاری به اصطلاح خرد ورزانه و منتشر کردن خود این راهنمایی کردن ما، مشکلات اگر است به ما بگن، مثل شما که دائما در تبادل اطلاعات و نظر و نقدیم. قسمت پایینم که مربوط به همیاری های مالی و کمک هایی که اگر همیهنان صلاح دونستن که این کار پیش بره، به هر حال هزینه داره، نیرو میبره، بچه ها کار میکنن، خود من و دیگران داریم وقت براش میذاریم و یه سری گسترش سروراش هست که افزایش داره پیدا میکنه، اسامی سرورها رو بالا ببریم، بعد به خود گوگل یه مقداری بایستی هزینه بپردازیم به دلیل کارهای نظارتی حمایتی و دیوارهای آتش که میذاره که نفوذ هکرها رو بسته برای ما، و تا حالا حتی یک بار کسی نتونسته به این سایت و سایت خبرگر نفوذی داشته باشه و صدمه ای بزنه. این است که این دو قسمت همیاری به دو شکلی که همیاری خردورزانه من اسمشو میذارم، اون مجموعه قسمت بالا رو که عزیزان میبینن، گسترشش، تبلیغش، طرحش، نظر، پیشنهاد،
و معرفی قسمت پایینم هم یاری‌های مالی و چگونگی کمک مالی برای ادامه کار صندوق. من نشون دادم و اجازه بدین من بگم به سه طریق، به قدمی یا قلمی یا درمی، و این چیزایی که شما گفتید ما میدونیم. اگر ما بخوایم همه بشینیم و بگیم یه نفر دیگه کمک میکنه، هیچ سنگی هیچ آجری رو آجر دیگه قرار نمیگیره مگر اینکه به قول معروف حمایت بشه. این صفحه رو باز من نشون دادم دوستان، در قسمت rayazad.com چهارمین آپشن یا گزیده یا گزینش اینه، چگونگی همیاری. منظور از این همیاری حمایت مالی هست، حمایت فکری هست. البته بعضی وقتا حمایت مالی مهمتره، چون اینا هستن فکر میکنن ولی اگه پول نداشته باشن اون فایروال رو بخرن و اون نمیدونم سرور رو اجاره کنن و فلان، اینها هیچ کاری از پیش نمیره. خب این رو هم نشون دادیم، آدرس ها هم همه هست. واقعا این قسمت خیلی عالی بود، این حمایت من روم نمیشه، معمولا این هم تلویزیون ها میرم بگم چه میدونم، ولی باید گفت. حالا بعدا خودتون ویدیو رو میبینید، من بذارید براتون اینو بگم. من گفتم اگر کسی بره گدایی کنه تو خیابون و برای هدفش بره خرج کنه، این شخص ارزش داره. و الا اگه ما هممون بشینیم هی به مردم هم نق بزنیم بگیم اگر میفهمیدن خودشون شروع کمک میکردن، این فایده نداره. شما تلویزیون های آمریکایی رو نگاه کن، بهترین تلویزیون ها که 50-60 سال اینجا هستن، پابلیک تیوی، الان محتاج مردم شدن. میگه که ما نمیخوایم به شما کوکاکولا بدیم، بچت مریض بشه پر از قند و شکر و فلان اینها، شما که میفهمی ما هدفمون ضرر زدن به سلامتی نیست، اون پول کوکاکولا رو که رو تبلیغ ازت میگیرن شما کمک کن. و این حمایت اصلا خجالت نداره. من باز یه بار دیگه هم اینو نشون میدم دوستان، چگونگی همیاری. گفتن گسترش آرای صندوق انتخابات آزاد دموکراتیک مردم ایران تنها با همیاری. این قسمت مهمه، تک تک ما و شما امکان پذیر است. در هر صورت آدرس ها رو دادن. یه سوالی، آدرس خبرگرد اینجا دات کو هست یا دات کامه؟ خبرگرد دات کوه، سی او. این حالا دلیلی داره وقت برنامه نگیریم، حتما اون یکی نبوده، مهم نیست. کامشو متوجه شده بودن عوامل اطلاعات در مشهد گرفتن. بله بله. اسم من که اومده بود روی قسمت خرید که توی گوگل وارد شه، اینا مثل این که روی فضای تجاری هم خیلی مانور دارن. بله. و ما در 20 دقیقه اینا عدس دادیم، ولی بقیه شما گرفتیم، یعنی ارگ و اینا رو، نت و بقیه رو همه رو ما گرفتیم. عیب نداره، بعض وقتا همونم میشه تبلیغ برای شما، وقتی میان اونجا این اسم هم میاد. من روی کلیک همیاری یا دونیت کلیک کردم، اون صفحه هم نشون میده. دوستان یادتون باشه، کسایی که با اینترنت آشنا هستید، این پیپال یکی از بهترین سیستم ها هست، خیلی آسون. شما حتی لازم نیست که اکانت یا حساب داشته باشید با پیپال، میتونید برید اونجا. بعد این قسمتی که نوشته don't have a PayPal account میپرسه شما ندارید PayPal account، بگید بله ندارم، ادامه بدید. اینجا با کریدیت کارت مثل خریدای دیگه، با حساب بانکیتون، با دبیت کارت میتونید کمک کنید. این هم از این. خب باز برمیگردیم سراغ آقای منصور استانلو و وبسایتشون هم rayazad.com رو من روی صفحه گذاشتم. بفرمایید. ممنون از محبت شما. قسمت بعدی هم که ثبت نام برای کاندید شدن هست، بعد از درباره ما، چون درباره ما رو که شما نشون دادید و میان پایین، این که خیلی فرم ساده ای هست، گویام هست، اسامی و ایمیل و تلفن و همه چی اینجا هست. بعد ما اونجا به قول شما اینو باید یه مقداری، همون پیشنهاد شما من اجرایی میکنم که کوتاه‌تر بشه خلاصه سوابق و اینها، پیشنهاد خوب و بعد پذیرفت. و بعدم که قسمت پایین ارسال اون، شما یه نقدی هم داشتید روی عکس پرسنلی و کارت شناسایی، من اینو با دوستان مطرح کردم در این شورای همفکری که داریم، دوستان گفتن که آره میشه، این دو حالت داره، ما به همین دلیل هم هر دو حالت رو در نظر گرفتیم. اولا که همه اگر عکس پرسنلی خودشون موقعی که دیگه پروفایل رو بعد از اینکه کاندید میشن به اطلاعشو میرسونیم، بعد میپذیرن که بیان ثبت نام بکنن بفرستن، چه بهتر. خب یا تعدادی هم که آدم های شناخته شده هستن که انواع عکسایشون هست، اول کسانی که کاندیدا میکنن میذارن، بعد خودشون هم که دیگه میان پروفایل رو پر میکنن
دیگه اونی که سلیقه خودشونه میذاره، مثل اینه که الان هستن. قسمت دوم کارشناسایی که شما یه سوالی داشتید که آیا همه کسانی که میان حتما باید این کارشناسایی بیارن و بذارن، نظر خود من چون عدالت گرا هستم همین بود که حتما بایستی همه این کارشناسایی عکس‌ها رو قرار بدن. بخشی از دوستان، من معذرت میخوام تلفنم رو بستم، یه لحظه که ببندم باز میخوام. خواهش میکنم بفرمایید. وسط برنامه نباید کار بشه. قسمت عکس به چیز کار، من نظر بود که همه باید بفرستن، هیچ فرق نمیکنه، چون خود منم که هستم باید اینو بفرستم و پروفایل یگانه باشه. بعضی از دوستان گفتن خب ببین موقع یه نفر شناختین کارت شناسایی رو، ما برای شناسایی میخوایم دیگه، ما که اداره نیستیم که. گفتم خب. بعد این دوستان ما گفتن خب اونایی که شناخته شده هستن ما خب فشار بهشون نیاریم که حتما کارت شناسایشون هم بدن، برای بعضی مشکل مثلا حالا بیان اسکن کنن دوباره پیاده کنن بفرستن. من گفتم نه، بگذاریم که حالا فوقش هم از دوستان دیگه جوونا کمک میگیرن، این کار اسکن و اینها رو انجام میدن و میفرستن. و واقعا یه موضوعیه که مثلا دوستانی از جبهه متحد بلوچستان و حتی داخل ایران، نیکشه جزو کاندیداهای ما میخواستن بشن، توی همین قضیه ارسال کارت شناسای عکسدارشون به مشکل برخورده بودن که کجا ببرن اسکن کنن، چون اسکنر نداشتن. بعد اینو اسکن میکنن چجوری دوباره بیارن وارد فضای اینترنت کنن بفرستن. نه اون موضوع آقای استاندو، هر کسی که با اینترنت باشه با تلفن و اینا میتونه عکس بگیره فوری بفرسته بیاد، اون مشکل نیست. فقط اجازه بدید چون دوستان ببینید، اتفاق خوب شد شما اینو گفتید، چون من با شما خیلی بیشتر از این چیزی که تو برنامه هام ایراد گرفتم از شما ایراد گرفتم، چون شما رو میشناختم و شما هم لطف کردید همه رو پاسخ دادید، از این بابت ممنونم. من درباره آقای رضا پهلوی سوال کردم، گفتم آیا ایشون خودشو کاندید کرده؟ اون موقع مثل که اینها اینجوری نبود، سه قسمت نبود. بعد شما گفتید که، گفتم آهان اگه خودشونو کاندید کرده من میخوام ببینم همینجوری که چیزای مال دیگران رو میشه دید، چیزای ایشون رو هم، مشخصات و اینها. بعد شما عوض که کردید دیدم دیگه اینها اونا رو کسای دیگه معرفی کرده. حالا بذار بهتون بگم اشکالش چیه. اگر من نخوام عکسمو بدم، شناسنامه‌مو بدم، اسم پدر یا مادرمو بدم، خب میام خیلی ساده به اسم دیگه خودم سوربی رو معرفی میکنم. یعنی متوجه میشید چی میگم؟ بله، یعنی اون موقع دیگه ناشناخته اینطوریه. دقیقاً. من آره. با شما هم فکرم. من گفتم بله. حتی آقای رضا پهلوی، دیگه خود من که دیگه تو این صندوق این همه درگیرم، بایست حتما بدیم و خود ما یه پایه درستی رو بذاریم. حالا فوقش هم شخص و اتهام همون دوستان بلوچ، من همین رو گفتم. گفتم بابا نمیخواد اسکنر مثل قدیم، شما همین الان با موبایلتون اکانتتون یه عکس بگیرید، بعد با برنامه تلگرام بفرستید برای خود من. حتی تو تلگرام من میفرستم، میره بچهای فنی انجام میدم. همه هم کارم براشون کردیم. بله. خب بذارید یه چیزی هم راجع به ثبت نام بگم. بهترین تبلیغ برای شما اینه دوستان، اگه من تونستم برم روی این صفحه ثبت نام کنم، پس شما هم همتون میتونید انجام بدید. خیلی ساده است و کاری نداره. خب دیگه چی رو میخواین نشون بدین؟ قسمت پایینم که شما اون دفعه یه پیام اختیاریم که پیام کوتاه و لکسی به سلیقه خودش. بله بله. قسمت پایینم که شما به درستی گفته بودی، چون اون گردش عددها رو هر کسی ممکنه بلد نباشه، اون فلش ها رو من به دوستان گفتم، اونا هم گفتن چشم انجام میدیم، که نوشتن اگر عدد یا حروف زیر مفهوم و قابل مشاهده نیست، روی فلش کنار مستطیل کلیک کنید که قابل مشاهده بشه. که اینم از تذکرهای به جای شما بود که من همون موقع قدردانی کردم، بازم قدردانی. خیلی ممنون. همین الان قبلیش سیاه بود پیدا نبود، ولی آره. من اینو که زدم یکی جدید برام گذاشت، قشنگ با سفید نوشته 1219. اینجوری خوبه دوستان. این اون قسمت سکیوریتیه، هم برای شما خوبه هم برای این دوستان که اینا بفهمن کامپیوتر و ربات و آدمای مزاحم نیستن. پس این قسمت ثبت نام برای کاندید شدنم گذشت و رفت. یه دوستی برای من یه سوالی فرستاده بود از کانادا، دنبال اون دارم میگردم. شما اگه موضوع دیگه ای هست بفرمایید تو من اونو پیدا کنم از شما بپرسم. موضوع دیگه هم که قسمت بعد از ثبت نام هم که چون ما پشتیبانی به اصطلاح فکری، مقاله، مطلب، حمایت خود تبلیغاتی
صندوق رأی آزاد رو با خبرگر داریم و عملا پشتیبان صندوق رأی آزاد تبلیغاتی و اینها هست، یه پنجره هم اینجا گذاشتیم برای خبرگر که دوستان از اینجا به خبرگرم مستقیما وصل میشن و مثلا از اخباری که در سایت خبرگر به عنوان یک سایت پشتیبانی کننده تبلیغاتی صندوق رأی آزاد با هم مرتبط هستن متصل میشن که میتونید از طریق خبرگر، همینان خبرگر هم از اینجا میتونن ببینن. بسیار عالی. این سوال رو من پیدا کردم، اجازه بدید براتون بخونم. این دوستمون نوشته که اگر فردا با آقای استانلو مصاحبه داشتید لطفاً بپرسید نظرشان راجع به تحریم‌های ایران چی هست؟ آیا موافق هستند و یا اگر خدای نکرده هلری بیاید و بخواهد به بهانه‌ای به ایران تجاوز کند نظر ایشان چیست؟ امیدوارم آقای استانلو جواب بدهد و تکلیف ما را به نحوی روشن کند، مثل دفعه قبل که از باطبی براءت کرد نباشد. حتما شما میشناسید این نویسنده رو، چون دفعه قبلا برای شما ایمیل ها رو فرستادم و شما پاسخ دادید گفتید من براءت نکردم و بله، البته این جواب نوشته شما نیست، چون هر کس تصمیم خود بله. در صورت سوال ایشون اینه، دو تا سوال، یکی اینکه نظرتون راجع به تحریم های ایران چیه؟ خب الان من میگم یکی یکی بگیم بفهم نشید. بله بله. به نظر من بحث تحریم های ایران یه بحث دو سویه است. یه طرف رفتارهایی است که حکومت جمهوری اسلامی میکنه، چه یه بخشش برمیگرده به اینکه خود هممیهنان ما مثل خود منی که به عنوان ایرانی دارم این همه مبارزه میکنم، جنگ و دعوا میکنم، زندگی خودم، خانوادم همه اینجور در هم ریخته، چقدر این حکومت خودمون رو بتونیم فشار بهش بیاریم، احساس مسئولیت بکنیم که این حکومت رو وادار کنیم در چارچوب‌های استانداردهای بین‌المللی جهانی که به هر حال وجود دارن، چه ما دوستشون داشته باشیم چه نه، این واقعیت موجود این هست، استانداردهای از سازمان ملل هست، نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل هست، همه اینها در کنار هم دیگه یک حکومت رو وادار میکنه که به هر حال مثل بقیه اکثریت کشورهای دنیا، مگه تحریم هم همه کشورهای دنیا، روالی رو طی میکنن حکومت ها که در دفاع از منافع ملی مردم خودشون بهترین ارتباط رو با همه کشورهای جهان، سازمانهای بین‌المللی برقرار بکنن که سود منبعث از اون هم به حکومت میرسد هم به مردمی که در اون کشور زندگی میکنن. پس یه جانب این تحریم ها برمیگرده به رفتار حکومتی که در کشور ما هست که من کاملا باش مخالفم با تمام جناهاش و ابعادش، و در نتیجه اون رو باعث اصلیه این میدونم که حالا اتفاقاتی میفتد که منجر به تحریم شدن میشود. یعنی اگر اینا توی بمبگذاری آمیات، ترورها، کشتن این همه آدم در خارج از کشور، داخل کشور، چون میام دنبال بمب اتمی را میفتن، موشک میزنن بغل نمیدونم کشتی آمریکایی، روش مینویسن اسرائیل باید از بین برود، موقع این همه آتو و بهانه این حکومت میدهد و مردم ما همیهنان ما هم برای کنترل این حکومت اقدامات سراسری نمی کنن، ما حدود 15,000-20,000 تا رزمنده الان داریم تو جناح کارگری و معدنها و کارخونه ها و مادران ستمدیده دادخواه که از داخل فریاد می زنند و یه گروه های دانشجوی کارگری جوان که در حول و حوش این جنبش همبستگی الان دارن متشکل می شن، اینها خب مخالفت می کنن، جلوی زندان اوین میان، گاهی جلوی میدان ونک میان و این صدا صدایی نشده هنوز که به حکومت اینقدر تحمیل بکنه که رفتارهای خودشو در چارچوب‌های درستی قرار بده. خب ببینید آقای استانلو، ملی مردم ایران حرکت بکنه، آقای استانلو، منافع خامنه ای و رفسنجانی و چهار تا سران سپاه و گردن کلفتای دلال بین‌المللی قبول دارم، ولی سوال من از شما اینه، تحریم‌های آمریکا مخصوصا رو چند تا کشور ما دیدیم و شاهدش بودیم، اولین و بزرگترینش و طولانی‌ترینش کوبا بوده، این یکم قبل از ایران آقای صدام حسین بود. به نظر یه نفر مثل من فکر میکنم تحریم ها رو مردم فشار آورد. درسته که امروز دولت رو مجبور کرده کانکریت بریزه تو قلب نمیدونم سنترفیوژ و فلان و اینها، ولی نسل آینده ماست که قدشون یه اینچ کوتاه‌تره. بچه های صدام حسین گرسنگی نخوردن،
بچه های آقازاده ها گرسنگی نکشیدن، بچه های من و شما هستند که شیر خشک خوب گیرشون نمیاد، شیر خشک مسموم چینا گیرشون میاد. اینه که من با تحریم ها مخالفم. من حتی توی جلسه ای از طرف آمریکایی ها دعوت شدم، به من گفتن که به نظر شما، گفتم بابا من اگر جای شما بودم به ایرانی ها چی مجانی میدادم که بگن ببینید صادق قطب‌زاده میخواست این کارو بکنه، میخواست برنج بیاره به مردم بده که بگه بابا این کاریه که دوستانی که میرن تبلیغ دین میکنن. میره اونجا میگه گرسنته، میگه بله، ساندویچ بهش میده، میگه خیلی ممنون، میگه من که بهت ندادم، اون مثلا فلان پیغمبری که من تبلیغش میکنم اون داده. اینم اگه آمریکا مثلا، شما فکرش بکنید، هر روز میومد میگفت که من امروز 1000 تا مثلا تلفن چیز میذارم تو پلاستیک از بالا پخش میکنم پایین، این به نفع مردم میشد. اینترنت مجانی اگه میذاشت به نفع مردم میشه، و الا شما اینترنت رو کم میکنی. خب اینترنت رو که آخوندم کم کرده، مگر اونا هیچ محدودیتی کشیدن به نظر شما؟ تحریم ها در دزدی آقاها و آقازاده ها هیچ تأثیری داشته؟ به این خاطر من با تحریم ها مخالفم. من حالا بحثم اصلا این، من قسمت اول صحبتم رفتار حکومتی بود که اجازه میده که در سازمان ملل، در شورای امنیت آمریکا، هر جایی این تحریم بشه و اصلا تحریم رو تایید میکنه. قسمت دومی بر هست، شما هم اشاره کردید آیا این تحریم ها حکومت رو گرفت؟ میام کاملا گرفتار کرد. ببخشیدین، بعد زیر بار هیچ حرفی نمیرفت زانو زد، آمدن اینجا تسلیم مطلق شدن در این نیویورک در حضور اروپایی ها و آمریکایی ها. چرا؟ چون حاضر نیستن در مقابل مردم خودشون تسلیم بشن، چون حاضر نیستن حقوق مردم رو رعایت بکنن. اگر دولتی، ملتی با همدیگه متحد باشن، هیچ تحریم آنچنان نمیتونه آسیبشون بزنه. میرن به سوی تولید ملی، میرن به سوی استقلال واقعی اقتصادی. ولی کشوری که حاکمانش دزدن، غارتگرن، حاضرن با هر خارجی هر خفتی رو بپذیرن، کفش آمریکایی‌ها رو لیس بزنن، کفش انگلیسی‌ها رو ببوسن، ولی به مردم خودشون حقوقشون ندن، به مردم خودشون آزادی احزاب، آزادی سندیکا، حق دفاع از اتهامشون رو حتی ندن، به این وضع میفتن که نوکری خارجی رو میکنن که بخوان مردم خودشون رو سرکوب کنن. شما یه اسم بودی گفتی کوبا، همین الان آقای اوباما مهمان کوباست. چرا؟ کوبایی که 50 سال با همدیگه رابطه نداشتن، چون دولت ملت کوبا به همدیگه نزدیکتر بودن، به یه جایی رسیدن منطقی بعد از 50 سال تحریم درگیری، هم مردم کوبا هم حکومت کوبا که تازه جزء چپترین حکومت ها و فیدل کاسترو و یه اسطوره تاریخ جنبش های استقلال خواهی و چپ و کمونیستی، ولی خردمندی داشتن، آرام آرام شرایط جهانی رو درک کردن. بعد از اینکه شوروی فروپاشی شد، خودشون رو تونستن انقدر تغییر بدن با حمایت مردمشون به یه جایی برسونن که آقا بالاخره ما میخوام زندگی کنیم، بایستی با آمریکا یه جوری کنار بیایم. بزرگترین قدرت دنیاست، همسایه ماست. الان هم آقای اوباما با خانومش با اون افتخار، با اون عکسای زیبا که منتشر شده میرن و دولت کوبا، مردم کوبا ازشون استقبال میکنن. زمینه‌های اقتصاد آینده، توریسم و خیلی سرمایه گذاری ها رو فراهم میکنن. حکومت ایران حکومت نیست که این راهو بره، چون با مردم خودش نیست. در همون کوبا که فقیره مثل ایران این همه منابع بیکران نداره، بیکاری، فقر، مسکن، بهداشت و آموزش حل شده مشکلاتش. ممکنه سطحش پایین باشه، ولی در بعضی جا اول تو دنیا. از همین آمریکا، مایکل مور فیلمش هم نشون داد آمریکایی‌ها میرن کوبا خودشون رو مداوا کنن. بله، از لحاظ تعداد دکترا زیادترین داره، از لحاظ باسوادا تعداد باسوادترین. بله، این چه 3500 کوبایی بالای 100 سال در روستاهایی دارن زندگی میکنن که همه 100 سال به بالا و از امکانات دولتی و حمایت اجتماع برخوردارن. کف جامعه سازمان یافته شده، همون آزادی احزاب شامیگی اونجا به شکل حزب نیست، یه حزب کمونیسته، ولی به جاش یه عالمه نهادهای شورای محلی و کمیته‌های محلی هستن
تو کشاورزا، تو کارگرا، تو کارمندا، تو همین سندیکاها، اینها خودشون اون بدنه سازمان یافته اجتماعی ساختن که زیر این همه سال تحریم، 20 سال هم هست که شوروی کنار رفته، از 1990 دیگه شوروی نیست که به اینا پشتیبانی بده، ولی تا اینجا یک کشور 12 میلیون نفره، یک جزیره حفظ کرد خودشو و تونست طوری سیستم خودش رو گسترش بده که تمام آمریکای جنوبی دنبال کوبان. الان موقعی در تمام کشور آمریکا جنوبی جلسه آمریکای جنوب رو میذارن، رهبری فکری با کوباست. حتی یک کسی مثل سالوادور آلنده که دنیا میشناسش، با کوبا نزدیکترین دوستی با فیدل برقرار کرد، یه آدمی که از صندوق رأی دموکراتیک به همین شکل دموکراسی موجود جهان که میگن دموکراسی غربی اومده بود بیرون، و امروز خود آمریکایی‌ها از اینکه از اون کمپانی‌های یونایتد فروید و آی تی تی و اینا پشتیبانی کردن، آلنده رو انداختن، پشیمانن. و برای همینم موقعی که گیر افتاد اون رئیس کودتا، حمایت نشد، از انگلستان دستگیرش کردن، آوردن اسپانیا، اسپانیا فرستادن و تمام جرائم و جنایتاشو قبول کرد. اینا بوده خیلی خوب شدی پیرمرد 90 و خورده ساله، برو گوشه قدرت رو گرفتن و امروز هم حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، فدراسیون کارگری، اتحادیه تو شیلی در حال رشد. همشون یه نگاهی به روش سه تا مسئله است: عدالت اجتماعی، آزادی و سازماندهی اجتماعی رو از کوبا گرفتن. و میگن شما نگون هم جنبش‌های انقلابی آمریکای جنوبی 20 تا کشور به کوبا خودشو بس میکرد از اون موقعی که چگوارا رفت بولیویا و همسالهم، هم الان این دولت‌هایی که با رأی مردم دارن میان بالا، همین ونزوئلا که این همه قصه براش میگن، همین نمیدونم مورالس توی اکوادور، همه اینا به یه نوعی خود جهان نشون میده اگر خردمندی باشه. ویتنامی که آمریکا این همه بمب توش ریخت، جنگ، بزرگترین جنگ، امروز بالاترین و مهمترین اقتصاد ویتنام با آمریکاست، اصلی ترین شریک اقتصاد ویتنام که حزب کمونیست هم هنوز اونجا حاکمه آمریکاست. در کوبا هم همی خواهد شد، شما به زودی میبینید حزب کمونیست هم حاکمه، ولی اینا مردم گراه، منافع ملیشون رو میخوان، خدا و پیغمبر و رسول نمیخواد دروغ بگن. وابستگی شدید داره همین آقای خامنه‌ای به تندروترین جناهای وحشتناک همین درون آمریکا که آدم خورن یا میگن بهشون نمیدونم آنوسیو نمیدونم فلان، ولی عمدن خودشون تمام این بازی ها رو میکنن. یه نفهمی رو که کاملا سازمان یافته به نام احمدی نژاد میارن که اینجا دوباره تکرار کنه اسرائیل باید از بین برود، آتو بده به اسرائیلیا، آتو بده به این تندروهای راست جنگ طلب، از این ملت ما برن تو فشار. جرم ملت ما چیه؟ یه اقلیتی مبارزه میکنن مثل ما، زندان میریم، کشته میریم، شکنجه میشیم، 80-90 اصلا ول کردن همه چی رو. ملتی که یقه حکومتشو نگیره تعلیم که چی، هر بلایی که سرش میاد خودش داره میاره، چون بی تفاوتی میکنه جلوی این حکومتی که باید کل حکومت 2-3 میلیون نفره، 70 میلیون، 75 میلیون ایرانی. خیلی الان رسانه هست، ماهواره هست، اینترنت دیگه نمیشه بگی من بی خبرم. ممنونم آقای استاد. شما لطف کنید قسمت دوم که این دوستون پرسیده اگر خانم هیلری کلینتون برنده بشه یا حتی ترامپ، اینا هر دوشون گفتن که ما ایرانو سر جاشون میشونیم. اگر سر جا نشوندن مثل افغانستان و عراق باشه، شما با اون کار موافقید یا فکر میکنید اونا اشتباه کردن؟ اولا که من کاملا مخالفم، هیچ کسی با جنگ، با آدم کشی به هیچ جای نرسیده. دیدیم که بوش هم باخت بازی رو و به این دلیل آقای اوباما انتخاب شد، چون بوش اون بازی رو باخت و اوباما اومد ارتش آمریکا رو نجات داد از توی افغانستان. افغانستان کمی هنوز اصلا اونجا توی منطقه مرکزی بغداد و منطقه سرز حدود 5000 تا نیروی مسلح آمریکا هست، ولی اصل نیروها رو کشید بیرون. پس این نشون میده این سیاست، سیاست شکست خورده ایه و به نظر من میاد که اگر اوغلای در این آمریکا باشن هرگز سراغ چنین سیاستی نمیرن. و اوباما، ببخشید، کلینتون و ترامپ هم بیشتر یه بازی به نظر تبلیغاتی اینو مطرح میکنن. بگو چرا، من از قول دکتر عرفانی میگم که آدم شناخته شده است در آمریکا، دکترای جامعه شناسی داره، میره در بسیاری از مراکز پژوهشی کار روانشناسی جامعه شناسی میکنه، خودش هم الان
در کنار دکتر افتخاری که ایشون هم دکترای اقتصاد دارن و تدریس میکنن در همون دانشگاه‌های کالیفرنیا و الان هم تلویزیون دیدگاهو دارن، این همه سند دادم که بگم حرفم از قول چه کسانی است. اینها در آوردن که الان مستند توی نشریات آمریکایی ترجمه شد، در برنامه دیدگاه هفته قبل آقای عرفانی خون که مشاور سیاست‌های خارجی ترامپ کسی است که نایاک و تریتا پارسی رو علم کرد و به این قدرت رسون که بتونه تا یه حدی روی قضیه برجام هم اثرگذار باشد. یعنی پشت صحنه ترامپ ببین کیه، ولی جلو صحنه‌اش چه ادایی در میاره. اصلا شما ببین هم جمهوری خواه که یه عده مدعیان آقا اینا راست و تندرو هن، ریگان یکی از تندروترین اینا و دشمن ما کارگرا بود، زد همه اتحادیه‌های کارگری آمریکا رو هم در و داغون کرد، همراه با کی؟ بانوی فولادین انگلستان، تاچر که تو انگلیس همین برنامه رو سر کارگرای زغالسنگ آورد داغون کرد تمام سندیکاها و فدراسیونهای کارگرای انگلستان رو. ولی همون ریگان آقای مکفارین رو میفرسته 5 تا تفنگ طلایی میده به رفسنجانی و خامنه‌ای و بقیه سران جمهوری اسلامی، مکفارین رو میفرسته با اسرائیل توافق میکنن، انجیل هم فرستادن، انجیل و کیک و این هم فرستادن، میفرسته برای جمهوری اسلامی. بله. پس به هیچ وجه اینطوری نیست که این جناح راست مثلا آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی مخالفه، اصلا کاملا جناح راست آمریکا از جناح راست جمهوری اسلامی از روز اول که 150 میلیون دلار هم پول با هم جور کردن، با حتی کارتر هم تو بازی کردن، آقای عباس میلانی تو کتابش سندهای گوادلوپو 1200 صفحه ترجمه کرده نوشته موجوده. یعنی اینا بازیه که البته من با آقای بنی‌صدر یه ساعت و نیم صحبت کردم، آقای بنی‌صدر گفت اصلا چنین پولی نبوده و پولا رو دستمالچی و اینها دادن از ایران که بعدم یکی آقای یکی عباس میلانی توی وی او ای آمد. بله با. سر بازرگان عبدالعلی بازرگان هم اونجا نشست، الان شما میتونی بزنی برنامه سیامک دهقانپور بود افق، چش تو چش سه نفری اونجا صحبت کردن، کتابا و اسناد و همه رو در دانشگاه استنفورد اینا همه موجوده، 100 تا جعبه به اصطلاح از اسنادی هم که تازه من الان اسم واحد ممکن اشتباه بگم، یا آقای اردشیر زاهدی یا آقای آموزگار جمشید آموزگار که اینا رو هم هدیه الان دادن به توسط آقای اردشیر زاهدی عباس میلانی به دانشگاه استنفورد. بله بله. کتاباشو داد به داشتا همه رو در آوردن، یعنی سنداش موجوده. آقای استاندو من یه وجه مشترک دیگه هم با شما پیدا کردم و این حقیقتیه که شما امروز گفتید و متاسفانه بعضی از دوستان این رو متوجه نیستن که ریگان بیشتر از کارتر سهم داره در وجود اینا. من ممنونم از شما، تلفنتون میدونم که اونجا بیچارتون کرده صدا و مسیج و اینها و حتما بیشتر باید با هم صحبت کنیم. باز هم سال نو رو به شما تبریک میگم، از قول من به دوستانی که با شما همکاری میکنن هم سلام برسونید، هم سال نو رو تبریک بگید و بهشون بگید تا زمانی که ما با مخالفین و اونایی که ایراد میگیرن نشینیم صحبت کنیم هیچ فایده ای نداره. از اینکه من بیام اینجا بشینم و یه چیزی رو بگم شما به من بگید به به چه چه، هیچ قدمی پیش نخواهد رفت و میبینید که 37 سال این دوستانی که به همدیگه به به و چه چه میگن در جا زدن. بازم ممنون که دعوت من رو قبول کردید. دوستان من با آقای قسطاندو می‌نویسم که من امروز به شما نق زدم، ایشون هم میگه خوب کاری کردی دوباره انجام بده. مرسی، خوشحالم که لبخند می‌بینم به لبت و پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. مرسی، برای شما همین آرزوهای خوب رو دارم و اگر این هم آموزی ها رو با هم نکنیم انتقاد نکنیم، چون شما یه خوبی داری انتقاد می‌کنی راه حل هم نشون میدی، این عالیه و ما همیشه استقبال میکنیم برای پروژه مردمیمون، چون خود شما عضو صندوق رأی آزاد دموکراتیکی، همراه ما و همراه برنامه‌های تلویزیونی دیگه هم که من دارم، همه ما داریم با هم به خونه مردم در ایران در همه جای دنیا میریم و سوار یک کشتی هستیم، کشتی آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم ایران که امیدواریم به اون آزادی احزابی که آرزوی شما هست، برنامه شما هست، با هم دیگه برسید. بدرود. بسیار ممنون، روز و روزگار بر شما خوش. مرسی، خداحافظ. خدا نگهدارتون باش، به امید دیدار. دوستان عزیز با آقای منصور حسانلو بودیم، ایشون توی فیسبوک، یوتیوب، گوگل اسمشون رو که تایپ کنید
مقالات زیادی دارن، ویدیوهای زیادی دارن، و اگر شما هم مایل هستید که افرادی رو ما دعوت کنیم در برنامه بیان و صحبت کنن، معرفی کنید. ما همه رو نمیشناسیم، از همه چیز خبر نداریم، همیشه گفتن همه چیز را همگان دانند. در صورت ممنون و متشکر، و اجازه بدید که برنامه رو دیگه همینجا کم کمک به پایان برسونیم، چون ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی 11 دقیقه 10 دقیقه دیگه، آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد با شما خواهند بود. آقای حسن اجلالی با وجودی که حدود 60 سال هست از ایران بیرون هست و اینجا درس خونده و بعد رفته، ضمناً آقای اجلالی اولین کامپیوتری رو که برده بودن اونجا برای اداره دارایی و اینها، گویا ایشون رفته بوده باهاش اونجا کار میکرده در ایران، و همیشه یه چیز خنددار میگه، میگه من از اینجا که رفتم ایران هر کسی زنگ میزد به رسم آمریکا میگفتم که حسن اجلالی هستم، بفرمایید، بعد میگفت این دوستان میخندیدن تو ایران، میگفتن این خودشو نمیشناسه، یادش میره و هی میگه من حسن اجلالی هستم تا یادش باشه. در هر صورت بعد از برنامه آقای اجلالی، برنامه آقای شبستری رو میذارم. آقای شبستری هر چهارشنبه آخر هر ماه، آخرین چهارشنبه هر ماه با شما هستن. شما لازم نیست هر روز برنامه داشته باشید، میتونید هفتگی برنامه بذارید، میتونید یک هفته در میون، اینجا میگن every other week بذارید، میتونید ماهیانه برنامه بذارید، میتونید برنامه‌تون رو در تلویزیون‌های دیگه داشته باشید. اگر اونها نرخ‌هاشون بالاست یا تعداد دفعاتی که نشون میدن کمه، از تلویزیون مردم استفاده کنید. ما توی تلویزیون‌های ایرانی بیشترین نفرات رو روی فیسبوک داریم. تازه من اشتباه کردم، من 12 تا صفحه فیسبوک رو داغون کردم که 4 تا اینجا 3 تا اونجا، اگه اینا رو جمع می‌کردم 30-40 هزار تا بود. این از نادانی دیگه، نادانی عیب نیست، دنبالش نرفتن، یاد گرفتن و درست کردن عیبه. در هر صورت باز هم ممنون، امیدوارم این مصاحبه مورد پسندتون واقع شده باشه. سعی می‌کنم در زمانی که برنامه آقای اجلالی است و آقای شبستری، ویدیوی آقای کیوان افشاری رو که به انگلیسی هست برای شما ضبط کنم و نشون بدم. خوشحال میشم اگر شما این ویدیوها رو که میبینید هم برای من هم برای ایشون ایمیل بزنید، بهشون خوش آمد بگید، نظرتون رو بگید، و در هر صورت دوستان بی تفاوت نباشید. ای که دستت میرسد کاری بکن. بذارید من، چون آقای اوسانلو راجع به نیاک هم گفت و من یه وقتی با ایشون صحبت میکنم که نیاک یکی از سازمانهایی که من از عملکردشون راضی هستم، یعنی اینها میگن آقا ما اگه میخوایم کار کنیم توی سیستم سیاسی آمریکا، ما خودمون باید بریم اول سیاست و روش آمریکا رو یاد بگیریم. رفتن این کارو کردن و هر ساله یه برنامه‌ای رو دارن، 2-3 روز در واشنگتن هستن، و این بار ششمین سالگرد این برنامه و نیاک لیدرشپ کانفرنس، کنفرانس این امسالشون سپتامبر 24 تا 26 هست، 24 25 26. من امیدوارم که بتونم در این برنامه شرکت کنم. می نویسن چه کسانی میان و این پایینم نوشتن don't miss it، یعنی از دستش ندهید، don't miss this policy, the policy event of the year. اینا می دونید که میگن گفتگو و اینها کارسازه و جنگ نیست. و یکی از مخالفین سرسخت اینها هم آقای حسن دایی هست، که اگر حسن دایی هم یه رختی حاضر شد بیاد پاسخگو باشه، ما بعدمون نمیاد از ایشون سوال کنیم شما مخارجت رو کی میده، چی کار میکنی در آمریکا. این که میگن شما جزو سازمان مجاهدین هستید تا چه حد حقیقت داره، ولی این دوستان در میرن از پاسخ دادن، و اونایی که از پاسخ دادن در میرن، دوستان بیشتر شما زیر سوال ببرید. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. این ویدیوها اگه به دستتون میرسه از هر طریقی، فیسبوک، یوتیوب، وبسایت خودمون، برای دوستانتون بفرستید، ارسال کنید. اگر سوالی هم داشتید، USA تو آمریکا نقطه سوربی @gmail.com یا info@mardomtv.com. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.